دوستان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. 2 دقیقه برنامه دیر شروع شد چون داشتم فیلمی رو که از مراسم گردهمایی ایرانیان به خاطر این جوان ایرانی آقای بیژن قیصر که به وسیله یا به دست پارک پلیس واشنگتن کشته شد نگاه میکردم و از خودم میپرسیدم که واقعا چجوری میشه اصلا فکرش رو کرد که یه لحظه بچه شما زنده است، میره بیرون، حالا یا با دوستاش یا خودش تنها، یا میره سر کار، شما منتظر هستی که برگرده و خبر این به شما میرسه که به اصطلاح بردنش بیمارستان، بهش تیر زدن، 10 روز توی اون نگرانی و استراب و وحشت و امید زندگی میکنید و بعد باید به اصطلاح باهاش خداحافظی کنید برای همیشه. خیلی ممنون از دوستانی که دیروز رفتن اونجا و ممنون از دوستانی که عکس گرفتن. خیلی از تلویزیون های آمریکایی حتی رفتن اونجا گزارش تهیه کردن اینها و اگر فرصتی بشه اونها رو بهتون نشون میدم یا خودتون میتونید با به اصطلاح نوشتن اسم بیژن قیصر در گوگل، فیسبوک، یوتیوب یا سرچ انجین هایی که میشناسید به اصطلاح پیدا کنید و توی این مراسم خواهر ایشون صحبت کرد. اینها گویا یه خواهر یه برادر فقط بودن و میگم مخصوصا کسی که پدر باشه، مادر باشه، اون موقع هست که بیشتر این درد رو حس میکنه با وجود این که هیچ وقت ما نمیتونیم درد حقیقی رو حس کنیم. بهشون تسلیت میگم، براشون آرزوی صبر میکنم و امیدوارم که به اصطلاح با تحقیقاتی که پلیس و اف بی آی و دادگاه و اینا انجام میدن، اگر کسی به اصطلاح مسئول بوده اون به سزای اعمالش برسه. بعضی وقتا خب میگن بخشیدن بهتر از انتقام جستن و اینها هست، ولی نمیدونم حقیقتش. ما هم این قدرت رو داریم که وقتی یک عزیزی رو از دست میدیم اون کسی که مسئول بوده اون رو ببخشیم یا نه، این رو نمیدونم و نمیتونم بگم که بله این قدرت رو داریم یا نه. اجازه بدید که من با دوستان فیسبوکی این برنامه امروز رو شیر کنم در تلویزیون مردم و از شما هم بخوام که این لطف رو انجام بدید و برنامه های ما رو با دیگران دیگه، این حداقل کاریه که شما میتونید انجام بدید. یعنی اگه ما میگیم حمایت کنیم، شما ممکنه بگید نه آقا این حمایت نمیخواد، این اصلا جمهوری اسلامی پولش میده، این آقا رضا پهلوی پولش میده که براش تبلیغ کنه. یعنی یه دلیلی برای خودتون میارید که حمایت نکنید. حالا دیگه نمیدونم به اصطلاح برای شیر نکردن چه دلیلی برای خودتون ممکنه پیدا کنید. یکی از دوستان که بیشتر راحت بود برای من انگلیسی بنویسه و اینها، دیروز نوشته بود که من برنامه‌های شما رو دنبال می‌کردم و به وسیله برنامه شما بود که فهمیدم که شاه اشتباه بزرگی کرد و به این نتیجه رسیدم که اگر یه سرباز از سنگر خودش، از جبهه خودش، از محل خدمت خودش، حتی تو زمان صلح فرار می‌کنه، این دادگاه میره و دادگاه نظامی و اینها، چگونه یه فرمانده سه قوا، فرمانده کل ارتش، بزرگ ارتشداران، اون هم در به اصطلاح شرایطی که مملکت در شرایط بدی بوده، خطرناکی بوده، هر بار فرار کرده و بعدم دوباره برگشته و این بار هم با همین خیال رفته بیرون و گفت دیگه این بار ازش قطع امید کردم که اون بنده خدام رفت و فوت شد و هرچی بود گذشت. امروز ما اینجا هستیم و 8 دسامبر هست، روز جمعه هست، 17 آذر 1396 هست، ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد 158 برنامه
نگاهی به بهائیت و باب و بهاءالله و در برنامه امروز درباره چند شوهری در بابیه صحبت میکنه. تا حالا ما چند همسری رو شنیده بودیم، ولی تا میگفتن چند همسری فکر چند زن گرفتن و اینها بودیم و تا امروز چند شوهری رو نمیدونستیم. این برنامه هم قابل دیدن هست و نگاه کنید، روی فیسبوک و روی بالاترین و روی توییتر هم گذاشتم، ولی ساعت 4 از تلویزیون مردم پخش میشه و تا هفته آینده هم هر روز پخش میشه. ایشون بررسی و نقد دلیل تقریر قسمت هفتم رو به شما ارائه میکنه. و اما من امروز یه فیلمی رو دیدم. میدونید من تو برنامه فیلمای 10 دقیقه یا اینها رو نشون نمیدم، چون میگم هم حوصله شما رو سر میبره، هم اینکه بالاخره این برنامه مال منه. حالا اگه زحمتی هم به خیال خودم میکشم، دوست دارم که بابت این زحمت خودم به اصطلاح از این وقت استفاده کنم. ولی به این نتیجه رسیدم که اگر خدایی هست، اگر فرشته‌ای هست، اگر پیغمبری هست، اگر امامی هست، افرادی مثل این آقا هستن. و بیاین با هم 10 دقیقه بشینیم این فیلم رو نگاه کنیم و امیدوار باشیم که هنوز هم به اصطلاح انسانیت هست و هنوز هم آدمای خوب هستن و جای امیدی هست. اجازه بدید اسم این آقا اگه اشتباه نکنم وطن پناه هست، ولی چون این اینجا باز نمیشه من برای شما اینجا بازش میکنم و با هم بشینیم پای صحبت‌های این آقا. سلام. اجازه بدید که اینجا هستن و سادگی این شخص رو توی صحبت کردنش حتی نگاه کنید، چقدر ساده، چقدر بیریا، چقدر خودمونی با من و شما صحبت میکنه. با هم بشنویم و ببینیم و سعی کنیم افرادی رو مثل ایشون، رول مدل به فارسی چی میگن، نمونه زندگی خودمون قرار بدیم و راه اینها رو به اصطلاح دنبال کنیم. سلام، پوروطن هستم، خانه دارم به نام خانه سبز اندیشان وطن در بندر انصاری، بچه های گوناگونی دارم اونجا و چند روز پیش هم صحبت شده بود در مورد مسائل زندان، بچه های زیر 15 سال زندان که باید با اینا چجوری رفتار بشه، چیکار باید بکنم. من اینجا میخوام اعلام کنم که از همه بچه های زیر 15 سال زندانی حمایت میکنم در کل کشور. هر اون کسی که با بچه ها ارتباط داره، اینا رو میشناسه و میدونه، من برای اولین بار اینجا اعلام میکنم که از این بچه ها حمایت میکنم. تعداد 5 تا وکیل دارم، خانم و آقا هستم، در سطح کشور میتونم از این بچه ها دفاع بکنم. لازم باشه این بچه ها رو میارم نگهداری میکنم در این خونه که برای بچه ها ساختم. من فعلا در حال حاضر از بچه های بی سرپرست، بد سرپرست، خیابانی در اینجا نگهداری میکنم. از 5 سال قبول میکنم تا اینجا بمونن، دانشگاهشون تمام بشه، کارشون انجام بدن، ازدواج بکنن برن. برای همه بچه های من 3 تا برنامه نوشتم، 5 ساله، 15 ساله و 30 ساله. 5 ساله استعدادیابی بچه های من بود، 15 ساله بچه ها رو بردم بانک، من حساب باز کردم، یه قرارداد 15 ساله دارم که برای خرید خونه هر کدوم از بچه ها جدا جدا و همه رو بیمه عمر کردم. 30 ساله یه چیزی بودن 1 میلیارد بعد بچه ها دریافت میکنن. حالا در مورد بچه های زندان، بچه های زندان خیلی فراموش شده هستن و مشکلات زیادی دارن، چنانچه کسی رو شما سراغ دارین که این مشکل داره به حمایت نمیشه، میتونین به من معرفی بکنین، من این بچه ها رو از زندان آزاد میکنم، نگهداری میکنم، به ادامه تحصیلشون من خیلی 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 مصرم. باید درس بخونن و هر کاری که فکر میکنیم برای این بچه ها لازمه من انجام میدم. من اهل عملم، من کار اجرایی دارم، قصه تعریف نمی کنم،
اگه کسی رو سراغ داریم میتونیم معرفی بکنیم، من با اون انسان به هر طریقی که لازم باشه اقدام میکنم و اون از زندان و حاشیه زندان ها دور میکنم، مشروط به این که بار اولش باشه، نه چندین بار باشه به این کار عادت بکنه که بگه اشکال نداره میرم فردا یکی دیگه منو میاره بیرون. نه، بچه ها رو میاریم بیرون، بعد با بچه ها کار میکنیم، بازپروری انجام میدیم، یه زندگی خوب و ساده‌ای داشته باشه. 36 تا دختر زیر 15 سال دارن که بچه های یلاغ هستن، آوردن پایین برای ادامه تحصیل. 17 تا دختر بالای 20 سال دارن که اونا توشون از این 17 تا 11 نفرشون دانشجو هستن، دو شهرهای مختلف، استانهای مختلف داریم با هم زندگی میکنیم. بخش بعدی کارها، یک سری از زندانهای استان ایران به من نامه میدن، به من معرفی میکنن که این خانم شوهرش زندانی شده، نیاز به همکاری داره، اگه شما بهش همکاری نکنی با این بچه کنار خیابون بایسته، اولین ماشین جلوی بایسته سوار میشه میره و یه زن خیابانی میشه. 87 خانواده این چنینی از 7 استان گیلان دارن در حال حاضر. کار بعدی ما اینه که خانمایی که احتیاج دارن، آقایی که احتیاج دارن، تمایل دارن میان اینجا خودشون معرفی میکنن، من میبرم کمپ اینا رو پاک میکنم، برایشون کار تعیین میکنم و برای مدتی پیش من میمونن تا به زندگی خودشون برگردن. کار بعدی من معالجه بچه های سرطانی زیر 15 ساله، خودم معالجه میکنم. و آخرین کاری که فعلا دارم انجام میدم اینه تمام دانشجوهایی که بورسیه بخونن برای خارج از کشور، به شرطی که اون رشته تحصیلی در ایران نباشه، من حمایت میکنم. تعهدی که باید محضری به من بده اینه، میریم محضر امضا میکنه، بعد که درسش در خارج از کشور تموم شد و اون دکترا و فوق تخصص و هر چیزی که خواسته گرفته موفق شد، باید برگرده ایران، برای ایران 10 سال باید کار کنه، بعد از 10 سال آزاد هر جایی کره زمین میخواد بره میتونه بره. و این تعهد 10 سال با هیچ دلار یورو نمیدونم پوندی چیزی خریداری نمیشه، حتما باید برگرده برای ایران خدمت بکنه. این کاری که فعلا من دارم در حال حاضر انجام میدم. خب بچه های من اینجا محیط خوبی دارن، آرامی دارن، اگه دوست داری میتونید بیاین از نزدیک ببینیم، چون ممکنه بگین که فیلم برداری اینا همه طراحی شده باشه. خب تشریف بیارین از نزدیک ببینید، با بچه هم صحبت باشین، با محیطی که من برای اینا ساختم ببینید، قضاوت بکنید، هر چیزی که فکر کنید برای یک بچه لازمه، از دوچرخه سواری و کامپیوتر و شطرنج و پینگ پونگ و شنا و فوتبال و هاکی و به هر ورزش دیگه و همه موسیقی. بچه ها من هم موسیقی میزنن، هم میخونن، هم نقاشی میکنن. همه بچه های من نقاشم، بوم دارم، میتونید بیاین از نزدیک بوم های بچه های منو از نزدیک ببینید. فضایی که انجام میدیم، من دو تا پسر دارم که کوچکترین پسر من مرشاد، قهرمان از سواری جمهوری اسلامی ایران، و یک پسر دیگه هم دارم، اونم علی رضاست، اونم قهرمان از سواری، و الان چند ساله که تو باشگاه از سواری فعالیت میکنن در شهرک صنعتی حسنرود با حضور جناب آقای مهندس افشاری که با ما خیلی لطف دارم، همکاری میکنم، کمک میکنم، بچه هم یکی از بهترین از سوارهای منطقه هستن. تمام ورزش ها رو بچه هم انجام دارم. بچه های ما توی مدرسه به بچه های دیگه همکلاسیشون آموزش میدن نوع مجسمه سازی رو. بچه های ما آخر هفته تمام دفترهاشون تمام میشه، دفتر امضا، انشاء انگلیسی، فارسی، هر چی که باشه جمع میکنن، دفترها رو میریزن تو آب، خمیرش میکنن، مجسمه میسازن. بچه اسمای بسیار زیبایی ساختن، میتونیم بیر از نسی کارهایی که بچه هم انجام دادن، مجسمه سازی. بخیر دستگاه سفالگری دارم، رفتم از همدان خریدم، آوردم بچه هم سفالگری میکنن، لیوان درست کنم، غلک درست کنم، کارهای دیگه کنم. سیم ظرفشویی، دستگاه ماشین تولیدی داریم ما، سیم ظرفشویی تولید میکنیم، همینه که تو خانما تو خونه استفاده میکنن. تعمیرات موبایل داریم، بچه ها تعمیرات موبایل انجام میدن. اوقات فراغت با این کارها برنامه‌ریزی میکنیم برای بچه. بچه نبایستی فقط متکی به این باشه که من لیسانس گرفتم، من فوق لیسانس گرفتم، نه، باید هنر داشته باشه، باید ورزش داشته باشه. ما یه اتاق نجوم داریم، در سال حداقل 8 تا 12 بار رصد میکنیم ما و ستارگان، و بچه ها ما خیلی علاقه مندن. اخیران هم که رفته بودیم برای مسافرت، رفتیم برای خورم آباد، در مرتفع ترین فضای خورم آباد بچه های من رصد کردن ستارگان، و بسیار شب زیبایی بود. همینجا هم ما تقریبا 28 و 29 اردیبهشت ماه رو رسد کردیم تعمیر خونه خودمون.
خیلی علاقمندم. اتاقی داریم، اتاق پزشکی، بچه همان دوست دارن که پزشک بشن. به خاطر همین ما تمام امکانات پزشکی رو آماده کردیم. روزی یک بار میرن اونجا جلسه میکنن، صحبت میکنن، نوع مریضی رو مشخص میکنن، آناتومی هایی که اونجا براشون به کار بردیم از همه آناتومی ها استفاده میکنن. تخت مریض دارن، تخت پزشک دارن، اتاق پزشک دارن، همه چیزشون کامله و این باعث شده که بچه من یه مقداری تحریک بشن و این جاذبه براشون به وجود بیاد. من در سن 30 سالگی با خدای خودم صحبت کردم، گفتم از امروز تا 60 سالگی هر چی به من میدی در 60 سالگی بهت پس میدم. از اون روز که 30 سالم بود تا 7 ماه مونده بود 60 ساله بشم، 9 تا خونه داد، 3 تا مغازه داد و خدمت شما عرض کنم پرادا داشتم، شاسی بلند بود، 1928 سهام کارخانه قند شیروان خوشان بوشنور رو دارم که تو اون منطقه بیشترشون نشکرهاشون اونجاست، خود کارخانه در شیروان هست. خدمتون عرض کنم که مبلغی حدوداً 111,026,000 تومان پول نقد داشتم. تصمیم گرفتم که کار رو انجام بدم. اولین کاری که کردم ماشین رو فروختم، اومدم خیلی جاها گشتم، به این زمین اینجا طالب آباد پیدا کردم، از آقای بی نظیر خریدم، به شروع کردم اینجا ساختمون درست کردم. 1085 متر مربع اینجا ساختمون درست کردم و خودم کار کردم. به همه استادکارا گفتم که بخواییم بیاییم سر کار با یه شاگرد کمتر بیاریم، من با شما کار میکنم. قبول کردن و من با همه اینجا کار کردم. این ساختمون آماده کردیم، الان 7 ساله که اینجا داریم فعالیت میکنیم. با بچه های خودم هستم، بچه هم خیلی با استعدادن، خیلی توانمندن و همیشه هم در همه کارا بچه هم موفق. هیچ مشکلی من با بچه هم ندارم. در اصل بچه هم دارن تاوان یکی دیگر رو میدن، ولی خوب قبول کردن این کارو که میتونن توانمندن به جبران بخونن. بیننده های عزیز خیلی خوبن، خیلی عالی هن، انسان های پاک و صادقی هستن، برای اینکه وقت میذارن بیا همچین چیزی رو ببینن خیلی ارزشمنده. نگاه اینها برام مهمه، به این موضوع نگاه کردن، حتی فکر کردن خیلی برام ارزشمنده. همه فکر میکنن که برای اینجور جاها باید برن کمک مالی بکنن، در صورتی که نیست، اصلا نیازی به کمک مالی نیست. به نیروی انسانیه، عاطفیه، مهربانیه، عشقه، صداقته، پاکیه، اون اراده ویژه درونی انسان هاست، این نیازه. چون شما تشریف آوردین دیدین دیگه بچه های ما، شما هر چی فکر کنی یه بچه باید داشته باشه، بچه های من دارن، هر چیزی اصل ندارن، اصل پدره، اصل مادره، اینه باید داشته باشه، این نیروی انسانی که آدم تحرک میده. وقتی شما میان اینجا با بچه ها صحبت میکنی، ارتباط برقرار میکنی، متوجه میشه که یک دوست داره. تا دیروز فکر میکرده که این اجتماع ترس شده، این از اجتماع ترس شده، چون کسی دیگه نداره، کسی توجه بهش نمیکنه. ولی امروز به این باور رسیده که دوستای خوبی داره، روابط عمومیش خیلی خوب شده، میتونه به خیلی اعتماد بکنه. چرا؟ چون بین این همه انسانها روی کره زمین یک عده خاصی میان با این ارتباط برقرار میکنن، پس اینا ویژه هستن. و من فکر میکنم مردم هر چقدر که وقت آزاد دارن میتونن به این موضوع فکر کنن، حتی اگر نتونن تا اینجا بیان یا خونه های دیگه برن، اشکال نداره، فکر کنن راهکار پیدا کنن، بهترین راه زندگی کردن برای این بچه ها چیه، پیشنهاد بدن. بعد اینجا بندر انزلی طالب آباد بوستان 15، منم پوروطن هستم و با بچه هام زندگی میکنم. من در ایران در این مورد تنها نفرم، یعنی اینکه در ایران یکی دو بودن 3,400-500 چنین خانه هست، ولی من تنها کسی هستم که با بچه هام زندگی میکنم، راننده بچه هام هستم، یه ماشین دارم و هم 15 نفره نیسان، خودم میبرم از دست خودم میارم، دست هیچ کس نمیدم، بچه های کوچیکمون خودم حمام میکنم، همه کارها رو ما با هم انجام همه کارا رو. هر شب یه اتاق میخوابم، هر جا کتاب قصه خوندم همونجا میخوابم. به بچه هم با ما خیلی نزدیکن، خیلی ها دارن
گاهی تو خونه‌هاشون هستن زنگ میزنن از مدیر فنیشون میپرسن چه خبر میگن خوبه آقا شام خوردن دارم میخوابم نهار خوردن دارم میخوابم نه بچه من چهار صبح مامانش خواب یه جیغ زد از خواب پرید مامانی بلند شد کی باید باش حرف بزنه کی میتونه آرومش کنه اون لحظه مادرشو میخواد من باید کنارش باشم درسته پرستار شب دارم چند نفر باید اون یه بحث جداییه با من داره زندگی میکنه داره با من حرف میزنه من باید باشم من وابسته به هیچ گروهی سازمانی اداره مؤسسه دولتی دولت مردانی هیچ کس نیستم با هیچ کس حساب کتابی ندارم خودم هستم رو پای خودم با دوستان خودم با مردم های خوشفکر و خوشنگاهی که خوشغلبی که اینجا با من ارتباط دارن من همین مردم رو دوست دارم مردم برای من اکسیژن هم نباشم من میمیرم و میدونم که همیشه انسان هست تا زمانی که انسانیت هست و من زنده هم خیلی ممنونم خوشفکر دوستان عزیز تا زمانی که انسانیت هست خوبی محبت صفا هست حالا هی بشینیم هی بگیم آخوندا دزدیدن بردن اون یکی هم بیاد بگه شاه هم دزدید برد فقط برای این که عذر خودمون رو موجه کنیم که به هیچ کس کمک نکنیم چقدر قشنگ و ساده این مرد صحبت کرد ای کاش این گروه دانشجویانی که رفته بودن این فیلم رو گذاشته بودن اون موسیقی رو نمیذاشتن اصلا موسیقی احتیاج نداره صحبتهای این آقا از هر موسیقی که شما مورد علاقتونه بهتر و دلنشینتره این عادت بد موسیقی متن که از فیلمهای فارسی فکر کنم برای ما به جا مونده شما فیلم های امریکایی اینا رو نگاه کنید تک و توکش موزیکال هست و شعر میخونن و اینها ولی این موزیک متن و موسیقی متن و اینا البته آقای اسفندیار منفردزاده امیدوارم ناراحت نشه چون یکی از افتخارات ایشون اینه که اینها اولین ها بودن که این کار کردن و میبینیم طرف یه ویدیو درست میکنه میخواد یه چیزی رو به شما یاد بده اون پشت براش داره موزیک میزنه من بعضی وقتا می‌نویسم رو اینا می‌نویسم اگر موزیک با کلاس درس هماهنگی داشت تو تمام اتاقای کلاس درس موزیک پخش می‌کردن حتی تو کلاس موزیک و موسیقی موزیک پخش نمی‌کنن این شیت یا ورقای موزیک رو میارن به شما نشون میدن یاد میدن بعد یه ساعتی یه ربع ساعتی موزیک می‌زنن از مرحله اصلی دور نشین دوستان طرف 30 سالش که بوده با خودش قرار گذاشته که من از امروز کار میکنم 60 سالم که شد هر چی دارم با تو نصف میکنم حالا اسمش خداست اسمش طبیعت اسمش خمس اسمش زکات هر چی که بگی و این که شب میره برای اینا کتاب میخونه بچه اگر بیدار میشه هوشنگ عزیز نوشته ای کاش 1 در 1000 از مردم مثل این ابرمرد باشن من هوشنگ رو از دور میشناسم احتمالا شما یکیش هستی آقای پتیک یکیش هست دوستان دیگه‌ای که من تا میگم فلانی تو یزد احتیاج به کمک داره فلانی تو گنبد کابوس احتیاج به کمک داره فلانی توی کرمانشاه احتیاج به کمک داره قدم پیش میذارن اینا یکیش هستن شما همون 1 در 1000 هستید و کی میدونه شاید ما خیلی از 1 در 1000 بیشتر داشته باشیم ولی از بس تلویزیون ها مثل من و دیگران همش خبرهای بد همش چی میگن ناامیدی پخش میکنیم اینا نشون داده نمیشه اینه که من بارها گفتم بیاین بعضی از شماها این مسئولیت رو به عهده بگیرین هفته 5 تا ویدیوی خوب برای من بفرستید وقت ببینید اگه من نشون ندادم
نمیاد. طرف میگه آقا این چیزایی که شما میگید اینجوری میگم، خب شما اونجوری که میگی بفرست بیاد. میگه اوکی حالا من اینجوری میکنم، ولی شما این چراغ تو کم نور کن. میگم آقا تو چیکار برنامه من داری؟ برو برنامه خودتو درست کن، ردیف کن بیاد. صحبت از چراغ شد، بذارید دوستان من یه چیزی به شما نشون بدم. بعضی وقتا بهتون گفتم این سپایه رو ببینید، من سالها پیش خریدم 5 دلار این آنتیکه و میبینید مثلا با یک این گیرهای کاغذ رو چی بهش میگیم تو ایران، گیرهایی که مثلا کاغذ اینجوری که داریم، کاغذ اگه زیاده وقتی دیگه از این چیزا نمیشه بهش زد، کلیپ از اینا هم استفاده میکنیم، خیلی هم قوی هستن. خب من دیدم این یک قسمتیش خراب شد، اون قسمتی بود که یک چرخی داشت اینجوری میچرخوندی، مثل این هندل که میگفتیم تو ایران هندل بزن، این یعنی هندل دیگه، یعنی دسته اینجوری، بعد این بالا میمرد پایین میرد، این خراب شد. خب یه روز رفته بودم سر یک کاری، اونجا این پیپر کلیپ برداشتم زدم اینجا و این شد. حالا یه چیز جالب براتون بگم، یه دوستی که یه سپایه 700 دلاری با خودش آورده بود گفت آقا عجب فکر کردی، من اینو دیگه مال خودش رو دیگه لوس نگه میدارم، یعنی قفلش نمی کنم، بعد به جای اون چرخوندن و این فوری میکشمش بالا اینو میزنم، فوری میکشمش پایین اینو میزنم. یعنی بعضی وقتا چیزای همون اولد فشن به اصطلاح اولد سکول هم اینجا بهش میگن، اینا بهتر کار میکنه. حالا چرا دارم اینو به شما نشون میدم؟ من پریروز بود یک از این چراغا، حالا توی وبسایتش هم بهتون نشون میدم، بعضی جاها دیدید مثلا اون که خونه ساخته برای شما چراغ گذاشته، ولی بعد شما میان مثلا توی کمدی، مخصوصا کمدای آشپزخونه، چی بهش میگن پنتری، یا کمدایی که ماشاءالله خانما لباس زیاد میچکونن داخلش، اینا هم یه چراغ گذاشته تو سقف، شما وقتی اینا رو ردیف میکنی اینا دیگه پیدا نیست. این چراغا رو بعضیا چراغ میکشن، خرج داره، باید دیوار خراب کنی اینها. الان چند ساله یه چراغای اومده، مخصوصا از موقعی که LED اومده خیلی راحت تر شده، شما یه جایی تا یه چراغ لازم دارید یه دونه از اینا بگیرید، اینا نه سیم کشی لازم داره، بله با باتریه، ولی چون LEDه باتریش خیلی دووم داره و ما خودمون یکی از اینا رو گرفتیم گذاشتیم توی اون قسمت آشپزخونه، قسمت آشپزخونه وقتی ما میریم داخل کمد کن و کنسرو و این چیزا، بعد یه سوراخ دیگه زیر پله بوده ما اونم کردیم دستدون، شما میگید دستدون؟ بله کرده میشه یه کمد کوچولو. بعد اونجا تاریک بود، هر وقت میخواستیم بریم با چراغ قوه میبردیم، این کار انجام میده. این پشتش دوتا به اصطلاح ورکرو، چی بهش میگیم، از این چیزایی که میچسبه جدا میشه و اینها داره، ببینید به دیوار میچسبه، سه تا باتری میخوره و ببینید چه نوری میده. من الان میندازم اینو تو چشمتون که ببینید چی میشه، نورشو ببینید. و این حسنش اینه شما به جای چراغ قوه میتونی ازش استفاده کنی. والا ما تبلیغ اینو انجام میدیم نمیفروشیم، این تو والمارت مثل که دو تاشو میخری 9 دلار، ما از تی جی مکس خریدیم، تی جی مکس گرون دادی یا 2 دلار گرون دادی، بله والمارت دو تا از اینو میخری 9 دلار. آهن ربا داره، به ماشینتون میخوان کار کنی، این کاپوت ماشینی که باز کردید هود، چرا تو ایران به این میگفتیم کاپوت، بعد این هود ماشینی که باز میکنی قشنگ میتونی اینو بزنی تق میچسبه، وقتی زدی وقت اینجوری ببین چقدر اصلا نورش دیلایته، روز نور روزه، شما میدونید که نور معمولا زرد رنگه، این چراغایی که ما میگیریم فقط توی بیمارستان ها توی شاپ اینها بود یه جایی که دیلایت استفاده میکردن، خیلی هم گرون بود. در هر صورت این سپایه ها برای نصب دوربین و اینها فیلم برداری که با به اصطلاح تلفن خیلی خوبه، کمک میکنه، اینجوری میذارید قشنگ، بعد بالا پایین یه بار میذارید، یه صندلی خودتون بعد میان میشینید نگاه میکنید بماند. حالا کلاس فیلم برداری ما نمیخوام به کسی یاد بدیم، فقط من چون این چراغ رو دیدم و مورد استفاده هم داشت گفتم
گفتم به شما هم نشون بدم، شاید استفاده کنید و یه وقت میبینید یه جایی یه چراغی میخواین، هی میگین حالا نمیدونم داداشم بیاد که الکتریشنه، شوهر خواهرم بیاد، فلان اینها، اصلا منتظر کسی نباشید، برید و اون رو به اصطلاح با 9 دلار 10 دلار دو تاشو میتونید داشته باشید، با 3 تام باتری میاد، یکیش باتری داره، اینا هم جنوبرای هستن ها. اینا وقتی که این بسته رو میسازن دو تا رو همه، برای که شما امتحان کنی، یکیش این کلیدش بیرونه، میتونی خاموش کنی، روشن کنی و وقتی روشن میکنی روشن میشه، چون 3 تا باتری از این باتریای کوچولوی تریپل ای داخلش گذاشتن، ولی اون قسمت دومیش دیگه باتری نداره. اینا رو هم اگر مثل من اهل کاسکو و والمارت و اینا باشید خیلی ارزون میتونید بخرید. اسم این هست سوپر برایت، سوپر که دیگه معلومه، برایت هم یعنی روشن، سویچ، سوپر برایت سویچ، سویچ خیلی روشن. اگرم مشکلی داشتید بگید براتون آدرسشو میفرستم، تو والمارت هم هست، من امروز وقتی اسمشو نوشتم دیدم خیلی جاها داره، خیلی راحته، میتونید میخ بزنید آویزونش کنید، میتونید چسبشو بکنید آویزونش کنید، میتونید با آهنربا به جاهایی که آهن هست، کمدایی که توی کارگاه ها یک کمدی دارید، مثلا لباستونو میذارید، پوتینتونو میذارید، ورزش توی بهش میگن لاکر روم و اینها، اینا خیلی قشنگ نصب میشه. اینم ممنون و متشکر از آقا هوشنگ. هوشنگ برای من دیروز یه چیزی فرستاده بود، نوشته بود خیلی خوشحالم 2 دلار به حقوقم اضافه شده. بله دیگه، این حقوقای دولتی و اینها وقتی بازنشستگی استفاده میکنی، سوشال سیکیوریتی استفاده میکنی، SSI استفاده میکنی، اینا معمولا اینجوری هن. خیلی سالی یه چیزی خیلی مبلغ خیلی کمی به اصطلاح اضاف میشه بهش و اینها، و باید ساخت، باید خودتون هزینه و بودجه و درآمد و اینها رو تنظیم کنید، و حالا شما که باز اقلا 2 دلار بهت اضاف کردن، مایی که آزاد کار میکنیم هیچ کسی حقوقمون رو زیاد نمیکنه، به خاطری که دست زیاده و رقابت زیاده، به اصطلاح هر روز دستمزدمون کمتر میشه، حقوقمون کمتر میشه، از اون ور چیزا همینجوری میره بالا. و توی آمریکا یه مثالی دارن، میگن قیمتا مثل موشک میره بالا، ولی وقتی میخواد بیاد پایین مثل پر میاد پایین. It goes up like a rocket, it comes down like a feather. وقتی هم دیدید که یه پر وقتی میخواد بیاد پایین اینجوری اینجوری اینجوری، تازه باز وقتا میره روی درخت گیر میکنه، دیگه پایین نمیاد. و اما راجع به پایین اومدن و بالا رفتن و اینها، ما اون روز گفتیم که آقای ترامپ میخوان ازش بخوان که آقا بیا با سلام و صلوات، میخواستی رئیس جمهور بشی، شدی. سر یک سال که شد، بیا آقا کیفتو بردار از این خونه وایت هاوس، کاخ سفید، برو توی اون قصری که برای خودت داشتی و اینها زندگی کن و مردم رو رها کن به حال خودشون. خیلی جالبه برای من، یه دوستی آمده نوشته مزخرف مزخرف مزخرف. این اونها کالی به فیسبوک نداره، کلا روی یوتیوب هم هست، روی جای دیگه هم هست، تلفن میزنه طرف میگه. اتفاقا امروز یه ایمیلی رو میخونم از یه دوستی که از ایران نامه نوشته و میگم آقا یعنی چی، به کی داری میگی مزخرف؟ ترامپ مزخرفه؟ من مزخرف گفتم؟ نماینده؟ آخه من نمیفهمم، شما وقتی یه چیزی مینویسی، وقتی یه چیزی میگی، مگه منظورت از نوشتن، از گفتن این نبوده که اون چیزی که تو مغز خودت هست به من منتقل کنی؟ خب این چجوری منتقل میشه؟ 3 بار بنویسی مزخرف مزخرف مزخرف. حالا جالبه، همین آدم آمده اون پایین تر، اولا این آقا اسمش هست نرمک خسرو، ما دیگه اسم نرمک نشنیده بودیم، نرمک خسرو. بعد آمده، بذارید من چیزی رو که ایشون نوشته به شما نشون بدم، همینی که اون بالا که ما گفتیم آقای ترامپ قراره به اصطلاح این پیچ شدن، یعنی همون استیزای خودمون، میبرن طرف رو ازش سوال میکنن، بعد ممکنه این سوال کردن اینها به اون جایی ختم بشه که
به اصطلاح مجبور میشه یا استعفا بده یا اگر مقاومت کرد و استعفا نداد اخراجش میکنن، ولی وقتی اخراج میکنن خطر زندان رفتن و اینها هم هست. ببینید این آقا نرمک خسرو نوشته شکست طرح استیضاح ترامپ در کنگره آمریکا. مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا به استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور رأی منفی داد. به گزارش ایرنا به نقل از اسوسییتد پرس، ال گرین یا ال گرین نماینده، بعض وقتا اسمشون مثلا لریه اولشو مینویسه مینویسه ال گرین، بعضی ها اسمشون اله نمیذارن ال. خلاصه به گزارش این آقای گرین نماینده مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری خواه، ببینید از حزب جمهوری خواه، از حزبی که خود این آقای ترامپ از طرف اونها اومد انتخاب شد، طرحی را ارائه کرده بود که با 364 رأی منفی در برابر 58 رأی مثبت مواجه شد. هم حزبی های وی از قبل گفته بودند که با طرح گرین مخالف هستند. گرین که نماینده ایالت تگزاس است گفته بود که دوره ریاست جمهوری ترامپ آکنده از تعصب و نژاد پرستی است. وی استدلال کرده که ترامپ کفایت ریاست جمهوری ندارد و به نسبت لیاقت و خواستار عزل وی شده بود. گرین در قطعنامه 8 صفحه‌ای خود که در مجلس نمایندگان قرائت شده ترامپ را به تخطی از قانون متهم کرد و خاطر نشان کرد که این اقدامات به زیان جامعه آمریکاست. نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات ها در مجلس نمایندگان و استیسی هوور از دیگر چهره‌های ارشد دموکرات‌ها گفته بودند اکنون زمان مناسبی برای بررسی طرح استیضاح نیست. حالا شما اینو داشته باشید، نشون میده که این دموکرات‌ها هم ببخشید میگن کرم پنیر از خود پنیره. آخه الان نیست؟ چرا نیست؟ میخواین بذارید این جنگ کره رو شروع کنه؟ میخواد این پریروز داشت حرف میزد یا دندونش، میدونی دندونش مصنوعیه یا دندونش از تو دهنش داشت میافتاد به United States of America گو United Church، یا اینکه میگن دوچار به اصطلاح چی میگن، نه سکته نه یه چیز دیگه بهش میگن، اینایی که شروع میشه که مغزشون اشکال پیدا میکنه میلرزن کم کار. خلاصه بماند آخه خانم نانسی پلوسی، آقای استنسی هوور یا هوور یا هویر، خب کی میخواین به این آدم شالاتان دروغگو که الان ماجرای پولایی که از دولتهای دیگه گرفته و توی بانک آلمان دوچه بانک و اینها دارن، راستی اون روز گفتم سپینا چی میشه، یه دوستی گفت آقا سپینا میشه احضاریه، تو ایرانم داشتیم، دو تا چی داریم، یکی اختاریه داریم یکی احضاریه داریم، و این سپینا میشه احضاریه، یعنی مثلا من میرم دادگاه بعد به شما میگم بیا شاهد من باش، شما میگی من وقت ندارم، من به دادگاه میگم آقا وقتی من اینجا بودم این آقای سعید یا این آقای هوشنگ اونجا بود، میتونم از اونا بخوام اونا شما رو احضار کنن، و وقتی دادگاه به شما میگه دیگه خواهش تمنای سربی نیست. اتفاق ما اینجا یه همسایه داریم، یه دفعه ورقای مالیاتی گذاشته بودیم تو پست که پستچی بیاد ببره، که دیگه الان این کارو نمیکنم، میرم میدم دست پستخونه. بچه‌ها اینجا اولی که به اصطلاح از مدرسه میان بیرون میرن توی گاراژا آبجو میدوزن، اینم قانون مسخره اینجاست، سوار ماشین همدیگه میشن با بیسبال بد میفتن به جون این میل باکس ها رو میزنن شب داغون میکنن، از این خربازی هایی که خود منم احتمالاً تو ایران به یه نوع دیگهش انجام دادیم، همین که زور در بزن و فرار کن وقتی میدونی همسایت خوابه، وقتی هم میدونی دیروز هم همین کار کردی اومده و فوش داده. خب این حالا اگه بگم خریت دوستمون ناراحت میشه میگه آه چرا به خرات توهین کردی، این حماقت، این حماقت انجام دادیم هممون هر کدومون به یه نوعی،
چوبه رو به الاغ زدیم، نمیدونم دنبال گربه دویدیم، سگا رو اذیت سنگ زدیم، ماشین به ماشین سنگ زدیم، اونایی که نزدیک ایستگاه قطارن دیگه میدونن به قطار سنگ زدیم. بمانه چی بود ماجرا؟ آها، بعد از IRS اداره مالیات بر درآمد برای ما نامه آمد و 16,000 دلار جریمه. گفتیم جریمه چی؟ گفت که ورقه مالیاتی پر نکردی. گفتیم بابا ما پر کردیم فرستادیم. گفت رسیدش کو؟ گفتیم گذاشتیم اینجا پستچی بیاد ببره. و ما که تکس بدهکار نبودیم، مالیات بدهکار نبودیم، چون بدهکار نبودیم دیگه نرفتیم سفارشیش کنیم. و گفت نه آقا شما اینجوری اینها. خلاصه به این که 10 تا خونه ما اینجا هستیم، به این که سلام علیکی هم داریم و اینها، گفتیم آقا این پست اینوری رو کنده بودن، مال ما رو زده بودن، له کرده بودن، آورده بودن، انداخته بودن تو حیات، شما یادت هست؟ گفت بله. گفتیم که شما یه نامه بنویس بده ما که بذاریم اینجا. گفت میدونی من؟ گفتم آها سر کن، اگر نمینویسی من اسمتو میفرستم، بعد میگم این آقا شاهد بوده، اون وقت اونا احضارت میکنن، یه روز مجبوری بیای دادگاه. ببینید بعضی وقتا به اینا نمیخواد بگه ای پدر سوخته، پس تو چه همسایه هستی، قانونی از پسش بر بیان. چون دیدم این آقا و خانمش حداقل روز 200-300 دلار حقوقشونه، حالا میرن برای واشنگتن کار میکنن، برای دولت کار میکنن، حداقل روز 200-300 دلار، یعنی 300 سال 90 تا 100 تا 200 تا اینا میگیرن. گفتم ببین من دارم به تو میگم امشب که نشستی 10 دقیقه با کامپیوتر یه نامه بنویس که من اسم من اینه، آدرسم اینه، من گواهی میدم که جزء این نیبرهود هستم، در فلان تاریخ این به اصطلاح میل باکس های ما چیز قرار تحت آزار و اذیت قرار گرفته، چی تخریب قرار گرفته، نمیدونم چی بهش بگن، حالا به انگلیسی هم چی میشه دیگه، یه چی دیگه. و تو میگی نه هیچ اشکالی نداره، من اسمتو میدم، میگم آقا این میل باکس این آقا و ما کنده شده، بردن انداختن تو این، اونم دادگاه برات یه سپینا میفرسه، اگه بیای که 200-300 دلار 400 دلار اون روز ضرر کردی، اگه نیای تازه دادگاه میاد بهش میگن کانتمپت یا کانتمپت یه هم چیزی، دادگاه میاد دنباله. بعد نیم ساعت دیگهش رفت آورد نوشت قشنگ، شماره تلفن، آدرس، همه چیزها رو گذاشته بود. گفتم نگاه کن، اون وقتا میگفتن بدون چوب تر فرمان نبرد گاو نر، یا فرمان نبرند گاو و خر، کدومش درسته نمیدونم. اینم از این ماجرا. و اما عکس این آقای نارمک خسرو رو نشون دادیم. دوست عزیز من ازت خواهش میکنم روی فیسبوک قبل از اینکه میخوایی یه چیزی بنویسی، ببین اونی که نمیدونه تو مغز شما چیه اینو میخونه چی برداشت میکنه، بعد یه چیزی بنویس که این نوشتت یه توضیحی باشه. بعدم دوبار سه بار نمیخواد بنویسی، یه برنامه رو شما نگاه کردید، اولا هر 5 دقیقه یه چیزی ننویسید، 2 ساعت که نگاه کردی یه کاغذ بردار قشنگ بنویس برنامه شما رو نگاه کردم، 1 این 2 این پتیک، واقعا کارش درسته. پتیک یه روزی بیا به ما بگو تو چی کاره بودی تو ایران که اینقدر منظمی. در هر صورت این آقا اینجوری نوشته بود، من اصلا کم مونده بود شاخ در بیارم، بالا نوشته بود مزخرف مزخرف مزخرف، پایین نوشته بود که این همچین چیز شده، یعنی خبری رو که من اومدم روز چهارشنبه گفتم، روز پنجشنبه توی مجلس آمریکا همچین اتفاقی افتاده و این آقا گفته. حالا من نمیدونم این آقا روز چهارشنبه برای من نوشته مزخرف مزخرف مزخرف، که اینم نشون میده ماها چقدر با عجله به دیگران حمله میکنیم، یعنی قبل از اینکه بفهمیم طرف حق داره یا نه، قبل از اینکه تحقیق کنیم بریم ببینیم شاید این بیشتر از ما میدونه، حمله میکنیم. سعی کنیم آدمای خوبی بشیم، تو رو خدا منو هم کمک کنید آدم بهتری بشم. در رابطه با بد اخلاقی و اینها، توی هفته گذشته خیلی از دوستان گفتن آقا ما مطمئنیم که یه عده عمدن شما رو ناراحت میکنن که شما بد اخلاق باشی، بد زبان باشی، فلان باشی و اینها، و بیا به اصطلاح
چیز کنید، به اصطلاح چی میگن، بیا اینایی رو که اینجوری شما رو ناراحت میکنن شما انقدر قوی باش، انقدر منطق داشته باش که بیخیال باشی. حالا بیخیالی با بیغیرتی فرق میکنه. بیخیال بودن، من به شما میگم، شما اگه داری توی خیابونی میری، خداییش، خدا یادش به خیر، یادتون من هفته پیش با آقای افشین عبداللهی مصاحبه کردم، بچه شیراز، و بهش گفتم بهترین دوست من تو هنرستان غلامرضا عبداللهی بود از لحاظ هنرستان، ولی از لحاظ بیرون و رفت آمد و اینها بهروز قاسمزاده بود، از لحاظ ورزش و اینها هم آقای جعفر معبودی بود. میدونی شما با هر دوستی توی رشته‌ای هستی. این غلامرضا عبداللهی یه آدم زحمتکشی بود، گفتم پدرش فوت شده بود، سرپرستی مادرش و خواهرش و اینا رو این به عهده داشت، با وجودی که درسش خوب بود و اینها، باز توی شیشه بری کار میکرد، اونجا کارهای حسابداری شیشه بری اینا رو انجام میداد. بعد یه دفعه خوشحال و اینها گفت که نامزد کرده. حالا ببینید، هنوز دیپلم نگرفته بودیم، این نامزد کرده بود. یه روز اومد به من گفت که بیا یه چی برات تعریف کنم تا بمیری از خنده. گفتیم خب حالا نمیشه نمیریم از خنده. گفت بیا بگی. گفتیم چی شده؟ گفت ما دیروز نامزد اون برداشتیم بریم سینما. یه سینمایی بود، سینما آریانا، بغلش یه پیتزا شاپی درست شده بود، خیلی مندش بالا بود، و بعد آبجو و نمیدونم فرنچ فرایز و اینها میداد، و هر کسی میخواست ادعا کنه که خیلی چیزه میره اونجا یه آبجو، یا نمیدونم دو تا من بود 15000 بود چی بود میخوردیم. اونجا هم که تو ایران اینجوری نبود که وقتی میری بیاد بگی 20 سالت شده 18 سالت شده و اینها. بچه‌ها مخصوصا اونایی که هنرستانی بودن از 12-13 سالگی ریش سیبیل داشتن، هر جا میخواستن میرفتن عرقشون میخوردن، آبجوشون میخوردن اینها. حالا این بنده خدا اهل آبجو و عرق و اینا هم نبود، ولی گفت رفتیم اونجا تا حالا فیلم میخواد شروع بشه، مثلا سینما پارس و پرسپولیس و ایران و پاسارگاد و اینها، مترو هم بود، گفت قدمی بزنیم از این سینماهای قدیمی تر یه قدم بریم بالاتر به طرف اون جدید و مندشون بالا هست و اینا. همونجا هم ساواک هم همونجا بود، گاردن پارتی هم همونجا بود. در هر صورت گفت وقتی که داشتم با نامزدم میرفتم و اینا، کوچلوار نوی هم پوشیده بودم، یک توی ایران به فقیر نها، به اینایی که توی آلمان میگفتن پنر، به اینجا نمیدونم چی میگن، اینایی که کنار خیابون، آخه هوملس هم همه کثیف نیستن، همه بوگن نمیدن، بعضی هاشون بدبخت ها چیزای اقتصادی و اینها باعث شده که هوملس بشن. خلاصه از اینایی که کنار خیابون زندگی میکنن، کثیفن، ببخشید همون نزدیکش که میری بوگن میده، مثلا شب تو خواب ادرار کرده و فلان اینا. گفت یه آقایی بلند شد از مثلا پهلو این درخت، همینجور اومد، گفت من هی دیدم داره میاد به طرف من، هرچی هم ماه میرفتیم اون ورتر یواش یواش دیدیم نه خیر این داره میاد. گفت آمد در جیب من واز کرد، ببخشید، گفت اخ توف انداخت تو جیب من، اینجوری چی من فشار داد، جیب من فشار داد و رفت. گفت من مونده بودم من چه کار کنم با این آدم. با نامزدم اومدم بیرون، کتشلوار نو پوشیدم، بلیت سینما رو خریدم، حالا میخوام برم سینما، وایستم با این دعوا کنم؟ خب میزنه کت و شلوار من پاره میکنه، بعد این که هیچی نداره میزنه سر پکال منم میشکنه، بعد این که خر نداره که من بخوام حتی جلشو بگیرم. این ماجرای اینایی که مثلا تو وسط برنامه زنده مثل اون روز آقای سعید امیدی یا یکی دیگه میاد حرفی میزنه میره، من باید قوی باشم مثل آقای غلامرضا عبداللهی که هر جا هست یا به اصطلاح امیدوارم سالم باشه، عمر طولانی داشته باشه، اگه کسی هم میشناستش سلام منو بهش برسونه، و باید مثل اون باشم، سریع فکر کنم که آقا من نشستم با شما دارم تو خونه شما صحبت میکنم، اینها، این آدمی که عکس یه گوسفندی گذاشته، عکس نمیدونم درفش کاویانی گذاشته، حالا ممکن اصلا مأمور جمهوری اسلامیه، ممکن پاسداره، ممکن بسیجیه، گناه اونا رو هم گردن نگیریم، یه آدم لو لایفیه کلا، از اونی که کنار خیابون زندگی میکنه، شب همونجا میخوابه تا صبح تو خودش ادرار میکنه و مدفوع میکنه، لولفتره، پس فطرتره. من چرا خودم رو با این به اصطلاح همدهان کنم؟ اشکال برنامه زنده اینه که اکشن ریاکشن، یعنی شما عمل عکس العمل میاره، این فیزیکه، این دیگه قانون طبیعت دنیا، شما یه درختی رو اینجوری فشار بده
ولش کن، درخت نمیاد بخوره به شما، درختی که نمیخواست به شما بزنه، ولی شما این فشاری که دادی باعث شده درختی بیاد بزنه به شما. این ماجرای ما هست. در صورت چشم سعی میکنم از شما دوستان صبر، تحمل، تربیت، مهربانی، گذشت یاد بگیرم، مخصوصا روزای جمعه. خب و اما پیام منوچهر عزیز رو پخش کنیم. منوچهر جان، من همون موقعیم که شما لطف میکردی هر ماه کمک میفرستادی برای تلویزیون مردم، همیشه بهت گفتم اگر این 10 دلار 20 دلار بهت فشار میاره این کار رو نکن. بعدم که گفتی بازنشست شدی، حالا یه پیامی گذاشتی، با هم این پیامو میشنویم. منوچهر از بوستون اتفاقا میخواست کتاباشو از طریق تلویزیون مردم بفروشه، احتیاج داشت که یا دخترش یا یکی از دوستاش کمک کنه عکس کتابا رو بگیره، احتمالا دربارش صحبت کنه که آقا این کتاب مثلا شفا و نمیدونم چی بنیان شفا چی مال ابو علی سینا، این کتاب فلان مال خاطرات فلان مال هویدا اینجوری اینا. هیچ وقت این کارو نکرد و من اون امکاناتی که دارم در اختیارتون گذاشتم. ولی پریروز یه پیامی گذاشته که اجازه بدید من اینجا توضیح بدم، شاید با این توضیح مشکلات شما دوستان هم حل بشه. بشنویم صحبت منوچهر رو و خیلی خوشحالم که صداتون رو شنیدم. خوش شدی منوچهر هستم، سلام عرض میکنم. مسئله این بود که خواستم، من این برنامه شما رو نگاه میکنم، هیچ تصادفی هم نیست، فقط خیلی شرمنده هم که همش دعا میکنم که اون مفخوری به من نسبت پیدا نکنه تا اینکه من یک کار برای خودم جور بکنم. چند روز موفق نیستم. من برنامه آقای مسعود انصاری رو نداشتم و ندارم. اون کاری هم که شما روی برنامه های حداقل هیچ پیام برای خودتونه ببخشید. ببین حالا که اینو گفتی من حالا قطعش میکنم، میگم ببینید ایشون میگه من برنامه های آقای انصاری یا ویدیوی آقای انصاری که دربارش مثلا تو برنامه صحبت کردی ندارم. نگاه کنید دوستان، شما باید به من بگید که از کجا ما رو میبینید، از فیسبوک، از یوتیوب، از مردم تیوی دات کام. متاسفانه یا خوشبختانه این روزا به دلیل اینکه وسایل ارتباطی زیاد شده، خوشبختانه متاسفانه ارتباطاتمون کم شده. من وقتا وقتی شروع کردم اگه یه نفر میگه آقا من برنامه شما رو دیشب دیدم، میدونستم که این برنامه سه‌شنبه شب گذشته است که مثلا با محمد علی و بابک یکتافر و اینها بودیم در رادیو تلویزیون پابلیک اکسس فیرفکس، یه بار زنده پخش شده، حالا باز پخشش و سلام تموم گذشت، رفتیم تلویزیون رنگارنگ کپیش هم میگرفتیم میدادیم اونجا. اگه یکی میگو آقا برنامه تو دیدم، الان من نمیدونستم 50% فکر میکردم تلویزیون رنگارنگ باز پخش گذاشته، 50% فکر میکردم تلویزیون فیرفکس پابلیک اکسس باز پخش گذاشته. اومدیم روی اینترنت. اگه یکی میگفت دیدم، نمیدونستیم روی اینترنت بوده، یک کانال دیگه ای برداشته پخش کرده، یوتیوب بوده، فیسبوک هست، باکس ایرانیان آی پی تی وی باکس. یکی از دوستان گفت آقا شما رو جادو هم هستی، گفتم تا موقعی که جادومون نکنن اب نداره. در هر صورت دوستان لطف کنید، اولا پیام که میذارید دیدید من آقای منوچهر تا صدای شما رو شنیدم گفتم خب آقا منوچهر میخواد یه چیزی رو عنوان کنه، تو برنامه عنوان میکنه، من گوش نمیدم. چرا؟ نگاه میکنم مینم 1 دقیقه و 54 ثانیه صحبت کردید مثلا، میگم حالا 2 دقیقه گوش کنم، بعدم تو برنامه 2 دقیقه بشینم تکرار گوش کنم، نمیکنم. تا پیام میاد اینجا مینویسم که پیام منوچه شماره اریا کدتونم مینویسم که تلفونه رو گم نکنم، میذارم تو برنامه. همون اول کار آقا سلام و احوال پرسی هم لازم نیست، بگید این پیام برای خودته. تا بگید این پیام برای خودته، من همون موقع همه رو گوش میکنم، چون شاید شما بگید که آقا با من تماس بگیر، من نیم ساعت برنامه میخوام، یه ساعت برنامه میخوام. دوستان حالا از امروز هی نگید این پیام برای خودته چون میخواین
من همون موقع گوش کنم ها. و منم بدزاد بازی در میارم، ساعت 2 شب بهتون زنگ میزنم میگم چون شما گفتی پیام برای خودته، پس منم حالا زنگ میزنم بیدارت میکنم. بدزاد بازی رو بیایم بذاریم کنار. به خدا اگه آدم های خوبی باشیم زندگی راحت تر میشه. بمانه آقا منوچه، شما اگر از مردم tv.com برنامه ما رو نگاه میکنی، وقتی تلویزیون، وقتی کامپیوتر، بذار من اینجا بنویسم، من اصلا این صفحه کامپیوتر رو من بهتون نشون بدم، از اولی که ما میزنیم و باز میشه و اینها، ببینید چیه. بعدم بگید که از چه براوزری استفاده میکنید. براوزر یعنی اون انجین جستجوگر، حالا یا نه، براوزر دستگاهیه که شما رو وصل میکنه به دنیای اینترنت. حالا اسمش هر چی میخوام بزنیم، یکیش اینترنت اکسپلورره، یکیش ایج، یکیش اوپران، یکیش کروم، یکیش فایرفاکس، لابد 100 تای دیگه هم هست من نمیدونم، یکیش سفاری مال چیزه. در هر صورت چون اینا زیادن، شما باید به من بگی. شما اگر آمدی خونه من افتادی توی دست اندازی، باید بگی سوربی تو مهمون داری، بگو هر کسی از این فیرفکس کانتی میاد بعد از راگبی رود دست اندازه. ولی اگه بگی من افتادم دست انداز، من نمیتونم به همه بگم آقا میخوایم بیان خونه ما دست انداز داره ها. حالا خودم دست اندازا رو درست کردم که اینا دیرتر برسن، ما مثلا خوراکمون حاضر بشه. یه کمی وقت زیادی هم نمیگیره. سوربی من برنامه تو رو با اینترنت اکسپلورر، سوربی این پیام برای خودته، برنامه تو رو با اینترنت اکسپلورر روی وبسایت مردم تیوی میبینم و نتونستم ویدیوی آقای انصاری رو پیدا کنم. وقتی شما اینو گفتی من یادم افتاد که ویدیوی انصاری رو روی آرشیو نیذاشتم هنوز. کمک کردی، من میذارم 100 تای دیگه، 20 تای دیگه، 30 تای دیگه هم میبینم. آقای انصاری هم تنبلی کرده این بار یا روش نیومده، بنده خدا براش رو فیسبوک گذاشتم دیروز پخش کردم اینا، ولی خودش همیشه میگه برادر عزیزم لطف کن اینو روی آرشیو من بذار. حالا من با اینترنت با فایرفاکس میرم روی مردم tv.com، یه چیزی رو به شما نشون میدم. احیانا دوستان دیگه هم اگه این همین مشکل رو دارن و اینها، امیدواریم مشکلشون چی بشه؟ حل بشه. بذار من این سفرم لازم داریم، میخوام الانم بریم شما رو ببریم آلمان. چه باید کرد من نمیدانم، ولی اینجا نگاه کنید دوستان، بیا اینجا این کامرای دو، این وبسایت به اصطلاح این صفحه چیز میشه www که لازم نیست، ولی شما بزنید که آدرس عوضی بهتون نده، مردم tv.com. کلیک میکنید، یکم صبر میکنید، این میبینید براتون مینویسه. چه جالب نوشته شما میتوانید کمک های مالی خود را اینجوری اینجوری. دوستان کمک های مالی یادتون نره. بعد اینو که نزدیک ترینه مردم tv.com کلیک میکنید، نمیزنید، قرار شده این زد و خورد بزنیم کنار، کلیک میکنید ببینید خودش اتوماتیک. بینندگان عزیز با سلام به شما، برنامه خب صدای این آقا رو میبندم، خودش به طور اتوماتیک برنامه آخرین برنامه من رو به شما نشون میده این وسط، ولی دو طرفش دو تا خط قرمز هم کشیدیم دورش، نوشتیم listen now یا پخش زنده یا listen live. اینجا کلیک کنید شما ببرید با چیز براتون باز میکنه با ویندوز میدیا پلیر. ببینید من الان دارم به شما چی نشون میدم، صفحه خودمو نشون میدم، پس این لایوه داره نشون میده. حالا میارمتون تو استودیو، یک چند ثانیه دیگه اینجا هم شما میبینید که برنامه زنده میاد. این اون تأخیریه که ما داریم، این برنامه زنده است. حالا وقتی شما میخوای آقای انصاری رو ببینی، ببینید کی بود گفتم، بله میگه با ویندو میدیا پلیر. حالا چرا؟ قبلا دیگه این چیزا رو نداشت، قبلا خودش باز میشد، الان ویندو میدیا پلیر، VLC، نمیدونم 10 تا نوع دیگه است. ببینید آمدن. حالا اگر شما باز به اصطلاح اون مشکل آرشیو و اینا رو داشتید، نگاه کنید این بالای صفحه نوشته آرشیو، اینجا بذارید بهتون نشون بدم، اینجا بالای صفحه نوشته آرشیو، روی آرشیو که میزنید آقای انصاری، روی عکس انصاری که کلیک میکنید ببینید اینه. من بعد از برنامه اون ویدیو رو میذارم اینجا، ولی تا اون موقع میتونید از روی ویدیوی ما هم پیدا کنید. بله آقای ناصر پولی ممغانی، آقا من آدرس
من پیام شما رو گرفتم و من ناصر کولیا می زدم، ولی شما نوشتید ناصر پولی. حالا این پول یعنی پولکی یا ببینید دوستان امروز مهمون داریم، ما حالا وایسادیم اینجا وقت تلف میکنیم، ولی منو چه جان، من برات اینو ایمیل میکنم، امیدوارم دسترسی به ایمیلت داشته باشی. ببرم شما رو آلمان و با یه دوستی که تصادفی با ایشون آشنا شدم، ماجرای تصادفی و اینها رو بعد از مصاحبه ایشون براتون میگم، چون در برنامه قبل من گفتم این ماجرا چیه که همه ایرانی ها تصادفی برنامه نگاه میکنن. پتیک برای من به اصطلاح توضیح داد که سوربی حتی من با تو تصادفی آشنا شدم، بر حسب تصادف، و بعضی وقتا درست میگن دوستان، بر حسب تصادف شما رو میبینن اینها، که البته نمیدونم برای یه آدمی به نام آقای فرامرز منصور آیا میشه گفت تصادفی منو دیده، چون ایشون سالها منو میشناسه، برنامه های من رو آشناست، دوست مشترکمون آشنا هست و اینها. خب آقای رضای عزیز، ویدیوی شما کار نمیکنه، ویدیوت هم را بنداز دوست عزیز. رود به شما، من نمیدونم چجوری میتونم این ویدیو رو را بندازم. اگر که لطف کنید به من بگید ببینم آیا تصویر داره الان. نه دیگه، اگه تصویر داشت من بهش آها درست شد، داره را میفته. من باید این رو برش گردونم به سمت. بله شما با تلفن با تلفن دستی دارین این کارو میکنید. بله اگر لطف کنید میخواین قطع کنید یک بار دیگه، دو دقیقه دیگه بگیرید، من با آیپد میگیرم، من فکر کنم واضح‌تر بتونم. بله بله شما لطف کن، شما لطف کن عوض کن، با آیپد به من زنگ بزن. مرسی. بله این آقا رو من تصادفی باهاش آشنا شدم، حالا براتون میگم چجوری. میدونید که یه آقایی به نام رضا زراب الان هم یا تو فلوریدا یا تو نیویورک دادگاه، قرار بوده به صورت متهم و محکوم بیاد. این آقا معامله کرده با دادستان، به عنوان شاهد میاد و داره گند همه اینایی که تو دولت جمهوری اسلامی توی ترکیه، توی بانکای ترکیه معاملات به اصطلاح دور میزنن، محدودیت، محرومیت یا سانکشن چی میشه، بله اینا رو داره لو میده. اوکی؟ بله ایشون آمد، یه نفر به من تماس گرفت گو آقا اگه میشه با آقای رضا زرابی مصاحبه کن. من گفتم که این آقای رضا زراب همینه که گرفتنش و اینها. خلاصه رفت، میخنده، بذارید من تصویر ایشون رو بیارم. بله اجازه بده. کاش که این آیپدت هم افقی میکردی به جای عمودی، یعنی از این سمت. آفرین آفرین. حالا من یه چیزی به شما میگم آقا رضا. توی آمریکا میگن مگه چشمان ما روی همه، چشمای ما بغل همه، پس تصویرم باید چجوری ببینیم؟ تصویرم باید عمودی افقی ببینیم. دوستان عزیز، این آقای خوشتیپ آقای رضا زرابیه که من با ایشون واقعا تصادفی آشنا شدم، باور کنید، به خودشم هنوز نگفتم، حالا به امروز که شما حضور دارید بهش میگم که چجوری. آقا رضا یه دوستی با من تماس گرفت گفت آقا اگه میشه یک مصاحبه‌ای با آقای رضا زرابی داشته باش. من فکر، چون ما اینجا آقای علی زرابی رو داریم که ایشون سنش بالا هست و کارهای چاپخونه و کتاب و خیلی آدم معروفیه، مال جبهه ملی و اینها، و شخص بسیار معتبر و خوبی هم هست، انسان شریفی، ولی من رضا زرابی رو با رضا زراب اشتباه کردم. احتمالاً دوستان زیادی همین مشکل رو با شما داشتن. خلاصه وقتی اسم شما رو زدن درباره اون موضوعی که ایشون گفته بود، گفتم آره بابا این بنده خدا اصلا این نیست که اون تو زندان نیویورک یا زندان فلوریدا هست و اینها، ولی دیدم شما یک مصاحبه انجام دادید با شخصی به نام کامران قادری و شما هم هی از ایشون میخواستی سوال کنی که آقا خب حالا هدفت چیه، اونو ولش کنیم فعلا اینجا. شما به ما بگو. مباحثه بود البته، من بگم من مصاحبه نمی کنم چون من ژورنالیست نیستم. بله. این بار هم چند نفر اومدن به من گفتن آقای زرابی شما چرا داد میزنی، آدم مصاحبه گر یا ژورنالیست داد نمیزنه. من اصلا ژورنالیست نیستم، روزنامه نگار نیستم، من معاون یا سخنگو یا مشاور حزب اتحاد هستم و به عنوان یک وکیل مدافع حزب با ایشون وارد مباحثه شدم. بله. و البته برای ایشون هم احترام زیادی قائل هستم همچنان. بسیار ممنون. این حزب اتحاد، اول آقا رضا زرابی
کیه؟ چون من اول فکر کردم شما شیرازی هستی، گفتید که اهل تهران هستید. بگید برای ما آقا رضا زرابی کیه، امروز در آلمان چرا زندگی میکنه، چرا ایرانو ول کرده؟ بعد من توی نوشته زندگی شما فکر کردم شما توی لس آنجلس هستید. اون ماجرا رو هم اگه نمیخواید بگید اصلا نگید، مهم نیست. ولی امروز توی آلمان چه کار میکنید؟ حزب اتحاد چیه؟ مرامنامش چیه؟ اساسنامش چیه؟ اینا یک کم برای ما بگید تا بعد بیان سر این ماجراهای جنبش ها، مخصوصا جنبش های یک نفره که هر کسی یک پرچمی رو برداره، یکی به دو چرخه ببنده، یکی به سه چرخه ببنده، یکی به گالسکه بچهش ببنده و ادعا کنه جنبش داره و مردمم ناخودآگاه تشویق میکنن. تازه اگه شما ایراد بگیرید سوالی کنید که آقا خب فردا چی؟ میگن شما مأمور جمهوری اسلامی هستید. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شما، در چند دقیقه ما بگید آقا رضا زرابی کیه. بله، من رضا زرابی هستم، شاعر هستم، ترانه سرا و نویسنده. در مجله جوانان هم من سالها قلم زدم، پاورقی که به سردبیری دکتر مهدی زوکایی هست در لس آنجلس. فکر میکنم تمام دوستانی که در لس آنجلس هستن ایرانیان ایشون رو باشون آشنایی داشته باشن و مجله جوانان رو حتما دیده باشن و خونده باشن. با آقای هوشنگ پورنگ در تلویزیون فرنز تا سال 2001 همکاری داشتم، مدت کوتاهی هم در تلویزیون که این بخشی رو گرفته بودن از آقای حمید شبخیز. آقای عمو پورنگ خودمون، عمو پورنگ پورنگ که البته در 9 سپتامبر سال گذشته از دنیا رفتن. بله، خدا رحمتش کنه، اینم مرد خیلی خوبی بود، برنامه‌های خوبی هم داشت. بله بله، من 44 ساله هستم، در تهران متولد شدم، از سن 18 سالگی از ایران خارج شدم و در زمانی که از ایران خارج شدم مشکل سیاسی نداشتم و مخالف رژیم جمهوری اسلامی بودم، هم خودم هم خانواده‌مون، ولی این نبودش که ما اونجا تحت تعقیب باشیم، بلکه خارج شدیم از ایران و بعدها در زمانی که گذشت تصمیم گرفتم که وارد فعالیت‌های سیاسی بشم و با اینجا شروع شد که اول شعرهای سیاسی سرودم و بعد از اون شعرهای سیاسی به مرور انگیزه پیدا کردم که وارد فعالیتی بشم و حرکتی انجام بدم به امید اینی که ایران آزاد بشه، که امید خیلی مشکلیه با وجود جامعه‌ای که داریم، با وجود حقایقی که باش در میون هستم و میبینم و از دیدن اونها هم رنج میبرم. خب حالا حزب اتحاد چیه؟ شما چجوری جذب این شدین یا جذب این شدین؟ آیا مؤسسش هستید شما؟ چیه ماجرای حزب اتحاد؟ فعالیتش چیه و بینشش چیه؟ طرفدار چه نوع حکومتی هست؟ حزب اتحاد من تقریبا به شما میتونم بگم اگر افکار و عقاید شاهزاده رضا پهلوی رو بدونید که چجوری هست، تفاوت چندانی با ایشون نداره، در واقع دنبال روی ایشون هست. حزب اتحاد توسط آقای آریاس به باوند، فعال سیاسی، زندانی سیاسی سابق، نویسنده و هنرمند، هنرمند مجسمه ساز، ساخته و پرداخته شده. دو سال پیش ایشون بعد از اینی که از زندان بیرون اومده و از کشور تونسته بگریزه، خب با توجه به اینکه ممنوع خروج بوده نمیتونسته خارج بشه، ولی گریخته از کشور و در حال حاضر هم در ترکیه هستش، ایشون این حزب رو بنا گذاشته و اساس این حزب بر اساس سکولار دموکراسی هستش، بر اساس ائتلاف جناح‌های راست میانه و چپ میانه، یعنی سوسیال دموکرات‌های ایرانی، یعنی لیبرال دموکرات‌های ایرانی، یعنی جمهوری‌خواها و آنهایی که پادشاهی‌خواه هستند. و البته این هستش که کسانی که عقاید چپی تند دارن یا کسانی که راست افراطی هستن طبیعتاً خودشون رو انقدر بالا میدونن و انقدر در توهم خودشون گرفتارن که با احزاب دیگه خودشون قاطی نمیشن. نه اینکه من بگم که ما الان یه خط قرمز داریم اینا رو راه نمیدیم، نه، ولی خودشون چنان متوهم هستن که چه میخواد راست راست، یعنی از اون ور پشتمون بیافتن، چه میخواد چپ چپ باشه که از این ور پشتمون بیافتن، فرق نمیکنه. اینها خودشون با احزابی که میانه رو هستن و اعتدال دارن و منش سیاسی دارن یکی نمیشن. اما اینکه پرسید حزب اتحاد چه شیوهی داره، چه چیزی داره، مبارزه مدنی تا سرنگونی مطلق جمهوری اسلامی، هیچ گونه توهم اصلاح طلبی در حزب ما راهی نداره و این رو یاوهی بیش نمیدونیم، فقط سرنگونی جمهوری اسلامی بدون قید و شرط
و با رفراندوم آزاد که مردم بعد از اون نوع حکومتشون رو مشخص کنن که آیا میخوان حکومت به صورت جمهوری اداره بشه یا به صورت پادشاهی مشروطه. بسیار ممنون. شما تو صحبتاتون به خط قرمز اشاره کردید. به دوستان بگید که من اولین چیزی که به شما گفتم، گفتم هیچ خط قرمزی تو این تلویزیون نیست، شما آزاد هستید، هر چیزی میخواید بگید، هر چیزی هم دوست ندارید اگه من سوال کردم شما بگید مایل نیستم در این مورد در این زمان صحبت کنم. درست میگم یا نه؟ کاملا درسته و من خیلی خوشبختم که شما این رو به من گفتید. من یک چیزی از شما پرسیدم، گفتم آره شما من رو تگ کردید روی این پستی که بعد روی فیسبوک میذارید که دوستانی که در صفحه فیسبوک هم هستن بتونن ببینن، یا اگه این لایو پخش میشه بتونن ببینن، یا این کار رو بذارید من ببینم. یک نگاهی کن لطفا. بله من 61 ساله یک مقداری تو این کارا کندم. ببینید ما اینجا کامپیوترمون ویندوز هست، این پایین که نگاه میکنم به من سه تا اختیار میده، یکی بگم لایک، یکی بگم کامنت، یکی بگم شیر. میخواین توی شیر با شما شیرش کنم؟ فرق نمیکنه. من فقط مقصدم اینه که روی صفحه بیفته و به صورت لایو اگه دوستانی که بتونن الان شما داری صحبت میکنید این رو بتونن ببینن. خب من به صورت یک چیز برای شما میفرستم، چون نمیدونم که صفحه شما میذاره ما اونجا چیزی بذاریم یا تایملاینتون مال خودتون. من الان براتون فرستادم، شما میتونید اینو شیر کنید. خب بیاین یه صحبتی که درباره این حزب اتحاد که توضیح دادید من از شما بپرسم. حقیقتش شما این چیزی که گفتید، گفتید که اگر با افکار آقا رضا پهلوی و به اصطلاح حرکت ایشون آشنا باشیم حزب اتحاد اینو میگه. بعد یه دفعه گفتید جمهوری خواهان میتونن بیان ولی چپا نمیتونن، یعنی چپا خودشون نمیان چون خودشونو بالاتر میدونن، یا راستا نمیان چون خودشونو بالاتر میدونن. من از شما یه سوالی دارم و از اون دوستی که از ایران در رفته فرار کرده و این حزب رو تأسیس کرده، من اگر دنبال روی آقای رضا پهلوی باشم چه احتیاجی داره که من خودم یه حزبی باز کنم؟ چرا با آقای رضا پهلوی و دفتر ایشون تماس نگیرم بگم که شما اسم حزبتون چیه، ما بیان جزء حزب شما؟ چون میدونیم حداقل هزار تا نام مختلف هست که همه ادعا میکنن طرفدار آقای رضا پهلوی هستن و ولی خودشون میخوان اون حزب رو داشته باشن. چرا آقای رضا پهلوی حزبی نداره که شما و دوستان به جای اینکه بگید حزب اتحاد مثلا بگید حزب پهلوی، بگید حزب شورای مقاومت، شورای ملی، چرا همچین اتفاقی نیفتاده تا حالا؟ ببینید اگر حزب بخواد به عنوان به اسم یک شخص خاصی تعیین بشه، این حزب در واقع داره بت‌سازی میکنه و اون چیزی که ما ازش گریزون هستیم از جمهوری اسلامی، اون چیزی که جلوش ایستادیم مسئله بت‌سازیه. یعنی یک نمادی رو بیان اعلام بکنن که این نماد اول و آخر دنیاست و شما اساسنامه ای ندارید، بلکه اساسنامه اینه که اون آدم چی میگه. من اگر امروز به شما میگم که شاهزاده رضا پهلوی رو ما دنبال میکنیم به خاطر اینکه ایشون در رفتارش، در گفتارش، در کردارش نشون داده بارها سالیان سال که به سکولار دموکراسی، من اینو تاکید بکنم نه دموکراسی بلکه سکولار دموکراسی، یعنی دموکراسی بی دین، دموکراسی اون چیزی که در کشور فرانسه وجود داره ما میدونیم، یا در کشور انگلستان وجود داره، اون دموکراسی حقیقی که بدون گرایش به هر نوع مذهبی هستش و بدون اینی که یک دینی رو به عنوان دین برتری توی اون کشور بشناسه و بقیه افرادی که به دینهای دیگه هستن بخوان تحت تبعیض قائل بشن، ایشون اونو دنبال میکنه و ما هم اینو دنبال میکنیم. ما اندیشه ایشون رو دنبال میکنیم، اندیشه درستی رو که برابر هستش با معیار منشور حقوق بشر. بسیار ممنون. نه شخصی رو ما دنبال بکنیم. بسیار ممنون. شما تحمل انتقادم دارید احیانا؟ نه من انقدر تحمل انتقاد رو دارم که یکی از دوستان از بر علیه من یک ویدیوی ساختش و من این ویدیو رو ازش خواهش کردم من رو تگ بکنه و این رو گذاشتم روی صفحه خودم و ازشون سپاسگزاری کردم که این ویدیو رو بر ضد من درست کردن. بسیار ممنون. دوست دیگه ای هم چند ماه قبل یک ویدیو بر ضد من درست کرده بود و من این رو هم گذاشتم در روی صفحه‌ام و لایک کردم این ویدیو رو و گل هم براشون گذاشتم و دعوتش هم کردم در تولدم و گفتم اگر میخوای من این کتم هم در بیارم بدم ترت کن که خوشحال بشی. آفرین به شما. حالا
چون بنده هم زمانی که در آلمان بودم، اتفاقا همون جایی که شما امروز هستید، طرفدار آقای رضا پهلوی بودم، فعالیت میکردم و اینها. وقتی آمدم اینجا دیدم این آقای رضا پهلوی حقیقتا آهنگ چی میگن، آواز دهل شنیدن از دور خوش است. شما میگید که ایشون سکولار دموکراسی هست. کسی که سکولار دموکراسیه نمیتونه دنبال رو پادشاهی باشه، مخصوصا پادشاهی که در ایران داشتیم که پادشاهی مشروطه است، که حقیقتا دروغ، پادشاهی مشروعه است. 4 آخوند باید اجازه میدادن تا پدر بزرگ ایشون پادشاه میشد. 4 آخوند باید اجازه میدادن تا پدر ایشون پادشاه میشد. و ایشون و مادرش امروز هم در آمریکا نمیگن ما از حکومت جمهوری اسلامی ناراحتیم، ناراضی هستیم، جوونا رو کشته، تجاوز کرده. میگه ما نگران اسلام هستیم که این آخوندا دارن اسلام رو خراب میکنن. شما چگونه به این آقا میگید ایشون سکولار هست؟ من الان به شما پاسختون رو میدم. ببینید، اون چیزی که ما رؤیا و ایده سیاسی داریم با اون چیزی که میتونیم واقعا به عمل در بیاریم تفاوت بسیاری داره. من اول درباره محمد رضا شاه پهلوی صحبت بکنم. من اتفاقا یک برنامه‌ای داشتم درباره همین ایشون و خیلی میخوام واقع‌گرایانه درباره ایشون صحبت کنم. اگر ما بخوایم بگیم که آیا ببخشید من رو قطع کنم، معذرت میخوام ازتون، بذارید من اینو اینجا. بله، ببینید، اگر ما بخوایم بگیم که محمد رضا شاه پهلوی آیا یک پادشاه دموکرات بود در زمان خودش، ما نمیتونیم مطلقا بگیم ایشون دموکرات بوده، اگرچه نمیتونیم من مطلقا بگیم دیکتاتور بود. نه دیکتاتور کامل بوده، نه دموکرات کامل بوده. اما شما به این نکته هم توجه کنید که ایشون در زمانی پادشاه ایران بود که در فرانسه با گیوتین گردن قطع میکردن و حمید جندابی آخرین کسی که گردنش رو با گیوتین زدن در فرانسه در تاریخ 9 سپتامبر سال 1977 گردنش زده شد در فرانسه. یعنی در زمانی این اتفاق افتاد در فرانسه که محمد رضا شاه پادشاه ایران بود، در زمانی محمد رضا شاه پادشاه ایران بود که در انگلستان زندانی های سیاسی وجود داشتن و اگر نمونش بابی سانز بوده که حتی بعدش ارتش آزادی خواهی ایرلند و مقابله میکردن، در زمانی اتفاق محمد رضا شاه پادشاه ایران بوده که تا 10 قبلش در کشور سوئیس زنها حق رأی نداشتن، در حالی که 10 قبل از اونها محمد رضا شاه حق رأی رو در ایران برای خانوم ها گذاشته بود. ما باید همه این فاکتورها رو در نظر بگیریم و اینطوری نباشه که به قول معروف یک تنه به قاضی بریم و راضی برگردیم. اون زمان ببینید، اون اگر شما آمریکا رو نگاه کنید، در آمریکا هنوز جوخه های اعدام برقرار بوده در زمانی که محمد رضا شاه پادشاه ایران بوده برای جرم های مثل مواد مخدر. یعنی اگر از کسی مواد مخدر میگرفتن میبردن تیربارونش میکردن. در زمانی محمد رضا شاه پادشاه ایران بوده که در همین کالیفرنیا، شما اگر تاریخ رو مطالعه کنید میبینید که در اتوبوس اون سیاه پوست ها باید بلند میشدن که سفید پوست ها جاشون بشینن، اگرچه تازه بیشتر از 20-30 سال بودش که از زمان لغو بردهداری گذشته بود. پس ما اگر بخوایم امروز محمد رضا شاه رو از بالای هواپیما بشینیم نگاه کنیم و بگیم آها ما استاندارد حقوق بشر و عفو بین الملل امروز رو نگاه میکنیم و محمد رضا شاه رو با اون نگاه میکنیم، این نمیتونم بهتون بگم که واقعا عدالت باشه. یعنی ما باید اول عدالت رو برقرار کنیم. من که دوستام هستش سال 1982 در فرانسه ایشون دستگیر شده بود، در پاریس یک تظاهراتی کرده بود و ایشون رو من دقیقا میشناسم. ایشون میگفت منو بردن توی بازداشتگاه پلیس در پاریس و بردن توی اتاق و اول گفت دو تا مشت زدن تو صورت هم در رو بستن و بعد به من گفتن که شما باید بگی که دوستا کیا هستن که با شما اومده این تظاهرات رو انداختن. گفتم من نمیگم. گفتن خب باشه. گفت اینجا زیر زمینی بود و سوراخ بودش و مثل یه توری. گفت این زیرش رو آب وا کردن و آب اومد تا کمر من و گفتن حالا شما اگه نمیتونی شما بخوابی دیگه، چون شما اگه بخوابی غرق میشی. گفتن حالا یعنی نمیزدنش، این یعنی شکنجه بود. بله. من دارم درباره خب، سال 1982 صحبت میکنم در فرانسه. شما با این وسیله اگر بگی که محمد رضا شاه خیلی پادشاه بدی بوده،
من این رو اصلا به طور کل رد میکنم. آقا رضا شما آقا رضا شما کجای صحبت من شنیدی که من گفتم محمد رضا بد بوده؟ من گفتم ایشون با تایید 4 آخوند باید پادشاه میشد و شما چقدر قشنگ صحبت کردید. تمام چیزایی که شما میگید من قبول دارم و به نظر میاد که شما در دیکتاتور بودن ایشون شکی ندارید، ولی میخواین توجیه کنید کلمه دیکتاتور بودن رو. دوست عزیز، پدر منم دیکتاتور بود. اگه دیکتاتور نبود من مدرسه نمیرفتم. احتمالاً خود منم دیکتاتور بودم، اگه نبودم بچه هم مدرسه نمیرفتن. اون چیزایی که شما گفتید کاملا درسته که تا 1970 و چند توی فرانسه گیوتین بود. همین امروز که من با شما صحبت میکنم، همین ایالتی که من هستم حکم اعدام داره، ویرجینیا، تگزاس حکم اعدام داره. ولی ببینید، یکم با خودمون تعارف نکنیم، قشنگ بیایم بگیم که آقای رضا شاه دیکتاتور بود و برای اون زمان لازم بود که دیکتاتور باشه. آقای دقیقاً. پس اجازه بده. کل هم دیکتاتور بود. شما فکر میکنید اگر آبراهام لینکلن میومد در آمریکا میگفت من الان انتخابات برگزار میکنم؟ آره، شما به این مسئله فکر کردید؟ اگر من دارم عزیزم، آقا رضا، بردهداری رو برداری، آیا رأی میآورد؟ آقا رضا، من دارم میگم وقتی که من و شما سر تمام این توضیحات با هم موافقیم، چرا نمیایم اون کلمه ای رو که برای یه نفر که این کارا رو میکنه، اولا کلمه دیکتاتور یعنی کسی که دیکته میکنه، کسی که دیکته میکنه، معلمی هم که دیکته میکرد برای ما املا و فلان، اون دیکتاتور بود اون موقع تو اون یه ساعت. چرا میایم میگیم که بله میتونیم بگیم ایشون دموکرات نبود، ولی نباید بگیم دیکتاتور بود. ایشون دموکرات نبود، ایشون دیکتاتور بود. دموکرات نبودنش رو هم خود آقای رضا پهلوی میگه که البته که اشکالاتی بود، اگه اشکالاتی نبود انقلاب نمیشد. و خود آقای رضا پهلوی میگه پدر من در حال این بود که کار کنه روی ملت ایران تا بلکه از این دیکتاتوری به دموکراسی برسیم. آقا رضا، من شما رو خب شما چه چیزی رو دوست داری از دهان من بشنوی؟ اگر که من برام منطقی باشه الان خدمت شما عرض میکنم. شما به من بگو ببینم. اگر شما میخواییم به من بگید که من بگم که محمد رضا شاه پهلوی یک پادشاه دیکتاتور در زمان خودش بوده، و اگر شما واقعا با این مسئله حتی میشید، اوکی، من به شما اینو میگم که اوکی، شما بگو دیکتاتور. نه عزیز من، اجازه بده من شما رو واقعا خوشحال میشید. نه عزیز من، من شما رو نیاوردم اینجا که یه چیزی بگی که من خوشحال بشم. من شما رو آوردم اینجا که شما نظرات خودت رو بگی، منم نظرات خودمو بگم و بینندگان قضاوت کنن. ازت خواهش میکنم این آیپد یه جوری ثابت نگهدار، چون من تو دستم گرفتم متاسفانه. آره، من و شما قبلا با هم صحبت کردیم. من فکر کردم شما چون برنامه‌ای رو میذارید و اینها، اونجا به اصطلاح استند یا سپایه‌ای یا ماونتی چیزی دارید. در صورت من نه، من به عذر اب نداره، اب نداره. من از شما معذرت می‌خوام. من قبلا چون برنامه‌ای که می‌ذارم یک از دوستام رو میگم. آها. و ایشون میاد این رو استند میگذاره و بعد من صحبت می‌کنم. متاسفانه امروز کسی نبود و من خودم تنها در منزل هستم. حالا من براتون یه ویدیو یه ویدیو میفرستم، چون این ویدیو رو برای هر کی میخوام مصاحبه کنم میفرستم، که نشون میده نور و صدا و چجوری ماونت کنی، حتی با چند تا کتاب. ولی برای شما نفرستادم چون نفرستادی، من اتفاقا انجام دادم، من نورش رو فرستادم. اوکی، چون میدونستم که شما برنامه‌های خودت رو میذاری، حتی بهتون گفتم که اون قسمت میز پیدا نباشه. آقا رضا، بذار من یه چیزی به شما بگم. امروز چون جمعه هست و من فکر میکردم با شما 10 تا 15 دقیقه صحبت میکنم، بگم خیلی خوشحالم با شما آشنا شدم، خیلی خوشحالم که شما اون رضا زرابی نیستید که من فکر میکردم. و یه چیزی رو ازت قول بگیرم که باز بیشتر با شما باشیم، و یادت باشه من از شما نمیخوام که شما چیزی بگی که من خوشحال بشم. من میخوام اگر سر تعاریف اشکال داریم، این تعاریف رو بیان بذاریم توی یک جایی که همه بفهمن. یعنی من به مردم نگم آقا من آزادی خواه هستم، ولی معنی آزادی خواه این نیست که تو فکر میکنی. آزادی خواه اینه که من همه چیزو برای خودم بخوام. بعدم ببین آزادی، بله منم خواهانم. ما بیان سر یه تعریفهای معینی که در قرون و در سالها به اصطلاح مردم دیدن، شنیدن و برداشتی ازش دارن، اون وقت بیاین
توی اونها مثل واحد وزن، مثلا شما اونجا که هستید با کیلو و گرم کار میکنید، ما اینجا که هستیم با پوند و آنس و اینا کار میکنید. ولی وقتی شما میرسی اینجا فوری میفهمی که آقا اینجا همون 453 گرم و مثلا میگن یه پوند، 28 گرم و میگن. میخوام یعنی سر اون چیزایی که با هم تفاهم داریم دیگه دعوا نکنیم. الان شما فیسبوک تو به مردم نشون دادم، از دوستان خواهش میکنم با شما تماس بگیرن، شما رو به اصطلاح من شناختم، با طرز فکرت آشنا شدم، سعی میکنم در هفته آینده یه روزی که هم ستاپ سیستم اسکایپ و استند تو اینا درست باشه صحبت کنیم. این حزب اتحاد اگه دوستانی هستن که مایل هستن، شما گفتید سخنگوشون هستید و اینها، خوب من مشاور ارشد هم هستم. بله. من اگه جایی مرامنامه شونو میتونید برای من پیدا کنید، اساسنامه مرامنامه اونو بفرستید، من یه نگاهی بکنم، یک به اصطلاح خودم باهاش. من میخوام همین الان به هر چیزی رو دستم، اگه میخوان من تو یه دقیقه دیگه میتونم براتون بخونم، اگه نه برام بفرستید. نه برام بفرستید که بخونم از قبل، بعد با شما صحبت کنم. و در پایان برنامه امروز اگر صحبتی دارید تو یکی دو دقیقه به دوستان بگید و به این قول که به من بدید که بازم مهمون ما باشه. من قطعا مهمان شما خواهم بود، اینو مطمئن باشید، و ساعت 9 هم که میشه اینجا در واقع 9 شب ساعت مناسبی هستش. من امیدوارم دفعه دیگه برنامه رو جوری بذارم که این آیپد رو دیگه نخوام دستم بگیرم، و حتما اینو باید هماهنگ بکنم که این اتفاق نیفته. که آره ما که اینجا نگاه میکنیم یک کمی سر بیجه میکنم. خواهش میکنم اگر سوالی دارید بفرمایید که من در انتها پاسخگو باشم. در مورد شاهزاده هم که گفتید، ایشون اتفاقا موردی رو که خیلی ها هم که در جناح تندروی پادشاه خواه هستن از ایشون بسیار عصبانی هستن و بهشون خورده میگیرن، این بوده که ایشون اذعان کرده این مطلب رو که در دوران پادشاهی فقید شکنجه انجام شده، و ایشون گفته من متاسفم و هیچ گونه توجیهی هم براش نمیخوام انجام بدم. بنابراین این خودش یک نکته بسیار مثبتی از نظر من که خودم بسیار معتقد هستم به موازین حقوق بشر و اون رو قابل معامله و قابل مماشات نمیدونم، من برام خیلی اهمیت داره. پس میشه نتیجه گرفت شما با هر گونه شکنجه مخالف؟ بدون قید و شرط. بسیار بدون من. قید و شرط. من با خود اعدام هم بدون قید و شرط مخالفم، و این تو اساسنامه حزب ما هم نوشته شده. هر گونه توجیهی هم نداره که این نمیدونم خوبه اون بده، این یکی نمیدونم به قول مرحوم یکی بچه بازه، اون یکی نمیدونم تجاوز کرده، اصلا فرق نمی کنه. چون در کشورهایی هم که اعدام میکنن هیچ کدومشون نمیان بگن آقا ما الان آدمای خوبو میبریم اعدام میکنیم، همشون میگن آقا این یا نمیدونم اینطوری کرده و یا اونطوری کرده بود. ولی در همون لابلا یه سری های دیگه هم میبرن اعدام میکنن. اینه که من اصولا هیچ گونه توجیهی برای تجاوز و شکنجه و قتل و اصلا اینجور همه چی کلا اینجور چیزها رد هست از نظر من. آقای زرابی لطف کنید توی یکی دو دقیقه نظرتون راجع به این جنبش های یک نفره که هر روز مثل قارچ سر در میارن، اسم خاصی رو نمیخواد ببرید، بگید نظرتون چیه؟ اینا ضربه میزنن یا کمک میکنن؟ بالاخره جنبش دیگه. جنبش های یک نفره، من نمیتونم بگم اینها ضربه میزنن و نمیتونم بگم که اینها کمک میکنن، به خاطر اینکه جنبش یک نفره یک نفر چیزی نیست که بتونه ضربه بزنه. اگرچه خیلی ها فکر میکنن میگن مردم ناامید میشن، مثل جریان آقای حخا یا جریان های دیگه که الان جدید هستش و پیش میاد، من اینطوری که میدونم این جریان در واقع کمک میکنه به این افراد که در اجتماع نامشون مطرح بشه، و من هیچ عیبی هم بهش نمیبینم که اگر کسی بخواد نامش مطرح بشه، اگرم به نام نیک مطرح بشه که چه بهتر. به حال هر انسانی، حتی خود من هم دوست دارم که نامم به نیکی بمونه. اگر یک روزی از این دنیا رفتم، که قطعا هم از دنیا خواهم رفت، بعدا از من به نیکی یاد بشه. این افرادی که جنبش های یک نفره رو راه میندازن، این یک چیزی هستش که شما نه با عقل و نه با منطق و نه با علوم ریاضی و نه با علوم فیزیک و نه با علوم نظامی و نه با علوم اجتماعی و با هیچ چیزی شما نمیتونی به این نتیجه برسی که یک فرد میتونه این حکومتی رو یا یک نظامی رو بتونه عوض بکنه. و حالا امروز که در این دنیای پیشرفته ما قرار داریم، امروز ما به این اطلاعات رسیدیم که روح الله خمینی هم وقتی اومد حکومت پهلوی رو در نهایت با اون انقلاب برداشت، اون هم با حمایت
جیمی کارتر و با حمایت کشورهای بزرگ بود، نه اینی که مردم تو خیابون ریخته باشن و حکومت عوض شده باشه به همین راحتی. اصلا اینطوری نبوده. بنابراین همچی دروغهایی رو دیگه باور کردنش خیلی واقعا کودکان است. بسیار ممنونم از شما، به امید دیدارتون. به قول آلمانی ها فیلن دانگ و آفیدرزن. آفیدرزن. اوکی. دوستان عزیز، با آقای رضا زرابی بودیم. میتونید ایشون رو دنبال کنید روی فیسبوکشون و همین جوری که میبینید پر انرژی. و من دیروز حتی به ایشون گفتم که آقا شما خیلی هایپر هستی، و گفت که من همیشه اینجوری بودم و این یکی از به اصطلاح مشخصه های من هست. میبینید دوستان، طرفداران رضا پهلوی، طرفداران پادشاهی، طرفداران دین، بیدین، بادین میتونن در تلویزیون مردم برنامه داشته باشن. و اما دوستمون نوشته که محمد رضا پهلوی در مورد خوانندگان، بازیگران سینما و کاباردارا و همکارانشان ابدا و اصلا دیکتاتور نبود. این چه حرفیه که شما میزنید خانم عزیز؟ شما چه میدونید که اینها چقدر زور گفتن، دیکته کردن؟ یه نمونهش این آقای ویگنه، بنده خدا، که به اصطلاح مجبورش کردن قید مملکت خودشو بزنه و بیاد اینجا. یعنی ویگن هنرمند نبود؟ و ببینید، شما اگه هنرمند بودی بگی من هنرمند بودم و با ما خیلی خوب رفتار میکردن، ما میگیم بفرمایید. یه هنرمند داره شهادت میده که در اون دوران به هیچ ظلم نشده. تازه شما از طرف خودت میتونی بگی، از طرف هنرمندی که مثلا آهنگ ساخته اجازه پخش بهش ندادن، از طرف هنرمندی که گرفتنش پاپوش براش درست کردن که آقا تو سیاسی هستی، انداختنش زندان چون میخواستن نامزدشو کش برن، نکنید این کار. من نمیدونم ما چه مرگی، چه مرضی داریم که هی میخوایم از طرف 30 میلیون، اون موقع حالا 80 میلیون، خانم آقا بیا بگو من نظرم اینه. این آقای رضا زرابی نظرشو گفته، میگه من دنبال روی حزب اتحاد هستم. حالا من مرامنامه و اساسنامهش اگه بفرسه میخونم، بعد میگم اوکی آقا شما اینجا نوشتی هر کس میاد باید با هویت اصلی باشه. شما امروز چند نفر عضو دارید؟ شمایی که دنبال روی آقای رضا پهلوی هستید، با ایشون تماس گرفتید، ایشون سهه روی شما میذاره، شما رو قبول داره، مهر اطمینان رو شما میزنه. من اگر در زنگ بزنم به دفتر ایشون بگم آقا خودت که 40 سال یه حزبی درست نکردی، یه دفتری درست نکردی، یه شورای درست نکردی، من میخوام برم تو این حزب اتحاد، شما قبول میکنی یا نه؟ قبول میکنه یا نمیکنه؟ اگه نمیکنه، اگه اون شما رو قبول نداره، شما چجوری دنبال رو اون هستی؟ صحبت ها زیاده، صحبت ها بسیاره. این دوستمون آقای ترابی عزیز من، در مورد آقای کامران قادری من یک مطلبی فرمودم، تموم شد. من نمیدونم آقا برنامه بخر، شما بیا حرف بزن، زنگ بزن، پیام بذار، من تو برنامه پخش کنم. شما که ماشاءالله شدی رئیس دفتر آقای قادری، دیگه من چی بگم؟ من نمیدونم شمایی که میگی تلویزیون مردم 4 تا و نصفی بیننده داره، واقع زشت، خودت میای از همین تلویزیون 4 تا و نصفی بیننده تقاضا میکنی که من درباره کامران قادری صحبت کنم. آقا این 4 تا و نصفی رو ول کن، برو اونجایی که 4.5 میلیون آدم بیکار دارین صحبت میکنید، اونجا وقت بذار. آخه عزیز من، چون مهندس ساختمونی، مهندس عمرانی، بچه هنرستانی، بچه شیرازی، زبلی، زرنگی، نذار من اینجا هی تو تلویزیون اینا رو بهت بگم. حالا میخوایم این آقای ناصر پولی که یه پیامی گذاشته، ببین آقا من پیام شما رو هم گذاشتم که پخش کنم و بگم من توی فیسبوک نتونستم شما رو پیدا کنم. و دوستان عزیز، شمایی که روی فیسبوک هستین، حالا ما نمیخوایم بگیم ما پابلیک فیگریم، ولی اسم فیسبوکمون ساده است، اسم تلویزیونمون ساده تر، تا اینکه توی تلفن من ناصر پولی قمقمانی یا قمقمقانی یا گلمکانی یا گلپایگانی هستم. عزیز من یه فیسبوک مسیج برای من بفرست. حالا شما پیام گذاشتی، من این پیام تو پخش میکنم. بعدم اومدی اینجا نوشتی منم همینطور چی؟ همینطور منم با آقای رضا زرابی موافقم،
همینطور با سوربی موافقم، همینطور با علی ترابی موافقم، همینطور با کامران بحران میانسالی موافقم. آقا جون من نمیدونم شما چقدر زندگی مهمه و مشغولی که وقت نداری بگی من هم همینطور طرفدار پادشاهی هستم، من هم همینطور آقای سوربی طرفدار پادشاهی بودم، الان مخالفم. ای داد بیداد، احتمالا شیرازی هم نیستی بعد میگی شیرازی هم تنبلن. بفرمایید. درود به شما، من ناصر کوزی روانی هستم. ببینید آخه اسمتونو دوستان، من اگه اسم این آقا رو نگفته بودم برای شما اینو پخش میکنم، بهتون میگم شما به من بگید اسم این چیه. این آقا با فارسی داره حرف میزنه، ولی سه بار پخش میکنم. ببینید شما با وجود که حالا من گفتمم، عکسشم نشون دادم، روی فیسبوکم اومده اسم نوشته، شما خداییش اگه این پیامو میشنیدی یا به قول ما شیرازی یا میشنفتی، میتونستی حدس بزنی این اسمش چیه؟ به شما من ناصر کوزی روانی هستم. به خدا من اولش فکر کردم میگی من ناصر پوریا روانی هستم. یه بار دیگه براتون میذارم دوستان. بابا ایران آزاد نکنید، بذارید بدبختا اسیر باشن، چون اگه آزادشون کردید اومدن ما رو دیدن به ریش ما میخندن، میگن اینا بعد از 40 سال هنوز بلد نیستن اسم و فامیلشون رو بگن، هنوز بلد نیستن پیام بذارن. گوش بدید دوستان، اسم این آقا رو من شنیدم، ناصر پوریا روانی. گوش بدید. با درود به شما، من ناصر پوریا روانی هستم. لطفا اگر تونستین با من تماس حاصل کنید. آقا برای چی من با شما تماس بگیرم؟ من به داداش خودم زنگ میزنم، سلام میکنم، میگم امیدوارم حالت خوب باشه، میخواستم ببینم شنبه میتونی بیای خونه ما، اگر میتونی به من زنگ بزن. یاد بگیریم به طرف بگیم برای چی، هم به اون وقت بدیم اگه میخواد دروغ بگه، اگه میخواد یه عذری بیاره، اگه میخواد از دعوتمون در بره. آقا زنگ بزن، آقای سوربی من این هفته میخوام اسباب کشی کنم، میخواستم ببینم تو که هیکلت گندن میتونی بیای کمد جابجا کنی. من زنگ میزنم میگم آقا من پیامتو گوش ندادم، ولی دور از جونت، همین الان از بیمارستان اومدم، یک کمردردی دارم. بعد از زمنن تو فکر میکنی اگر کسی کار میکرد هیکلش گنده میشد؟ اینایی کار میکنن دیدی بنده خدا همه لاغر چابک زرنگ، اونایی که کار نمیکنن قیافشون میشه قد من، اگه بیشتر کار نکنن میشن آقای فیلاوی. حالا آقای فیلاوی منو ببینه با دوتا گوشم بلندم میکنه. خب ناصر پولی کانادا ساکن هستند. خب شما میشناسی آقای علی ترابی؟ توی این پیام شما شنیدی بگه من ناصر اسمم پولی مثل پول؟ حالا که دیگه من میدونم، حالا که داره مینویسه رو فیسبوک، من دارم میگم پیام که میذاریم، مثلا وقتی میگی من علی ترابی هستم، اگر طرف اسم شما رو با سرابی اشتباه گرفت، با یه توضیح مختصر میتونی بگی مثلا علی ترابی، من نمیدونم کلمه ترابی حالا مثل تربت نمیدونم مثل چی بگی، یا مثلا من وقتی برای یکی میگم سربی، سهرابی، سربی، اینا میگم سربی مثل فلز سر. اینایی هم که دشمن من هستن میگن این حلبیه، حالا من حلبی، خاک بر سر شما که حلبی هم نیستید، شما اصلا وجود ندارید، قایم شدید پشت عکس شیر و خورشید، پشت عکس نمیدونم پرچم کاوه و الاخر. در صورت آقا ناصر درباره کامران قادری شما با آقای علی ترابی تماس بگیرید، اگه دوست داشتید توی این تلویزیونی که 4.5 بیننده داره، 14,000 نفر فقط رو فیسبوکه، چند هزار نفر رو مردم تیوی هستن، چند هزار نفر رو ایمیلمون هستن، چند هزار نفر روی یوتیوب هستن، اینا من دروغ میگم، علی ترابی درست میگه، 4.5، ماشاءالله خودش هم قدش درازه میگه من نصفی هستم. حالا ببین اون 4 تای دیگه چقدر بلنده. اگه دوست داشتید اینجا برنامه داشته باشید، 4 تا $10، 5 تا $100 جمع کنید برنامه داشته باشید. حرف مفت اینجا نمیشه بزنی، خود منم اینجا حرف مفت نمیزنم،
میدونی چرا؟ امروز من میتونم برم اوبر رانندگی کنم، میتونم برم فیلم برداری کنم، میتونم برم یه جایی برای یه نفر توی استودیو کار کنم، پول در بیارم. وقتی نمیرم یعنی اون پول رو در نیاوردم، گذاشتم که حرف بزنم. برید بنویسید حرف مفت ممنوع از کجا شروع شده. این مال تلگراف خونه و اینها بوده و دیگه تموم شد حرف مفت. حرف مفت میخوای بزنید بنویس بذار رو صفحت یا علی مدد. پس این جواب آقای ناصر پولی که من فکر کردم میگه ناصر پولی یا روانی، یه فامیل دیگه داره، بزنید اینجا نوشته اسمشو، عکسش هم نشون میدم. یه تبلیغ مجانی هم برای ناصر آقا بکنیم بیاد دوستان. ناصر پولی ممقانی، ممقان لابد یه محلیه دیگه نه؟ بفهم. اینم از این. آفرین، اگه این اسم و فامیل حقیقیت هست آفرین به شما که قشنگ اسم و فامیلتو نوشتی، مثل یک شاخ شمشاد عکس خودت هم گذاشتی. حالا این بالایی من نمیدونم این عکس چیه، حالا هم لازم هم نیست. بفرما این آقای ناصر پولی ممقانی کارگاه تولید سنگ توالت دارن. بسیار عالی، چه چیزی از این بهتر؟ این بیشترین چیزیه که ما نیاز داریم. حالا براتون میگم چرا. رستوران نباشه میشه سر کرد، نمیدونم مسجد نباشه میشه سر کرد، ولی توالت و سنگ توالت و اینها نباشه نمیشه سر کرد. آقا با ایشون جناب اگر متوجه نشده بودین میتونستی زنگ بزنی بپرسی. ببینید دوستان اشکال همینه، آقای ناصر پولی امروز یاد نگرفت که تلفن بعدی رو که میزنه ممکنه طرف مثل سربی خنگ باشه. این دفعه بگه آقا من اسمم ناصره، فامیلیم پولیه، مثل پول اسپلش هم هست P-O-O-L-I. ایشون میدونی طلبکار شده، میگه آقا میتونستی زنگ بزنی با پرسی. آقا من با شما کاری ندارم، من نشستم اینجا گوشه اتاق خودم، گوشه آفیس خودم، گوشه خونه خودم، من با شما کاری ندارم، شما با من کار داری. شما هنوز یاد نگرفتی وقتی با یکی کار داری بگی که سربی من میخوام 10 دقیقه راجع به کامران قادری صحبت کنم که این آقا روانی بحران میانسالی داره، یا این آقا کاوه آهنگری هست که هرگز در زندگیش نه چکش دیده نه سندان دیده نه آهن. شما بلد نیستی عزیز من، به خاطر بلد نبودن خودت دیگران رو سرزنش نکن. آقای ناصر پولی ممقانی رو میذاریم در ممقان و در پول باشه، میایم به تلویزیون مردم. آقای سهراب چمنارا گل گلاب، این آقای سهراب چمنارا یک مصاحبه انجام داده که من این مصاحبه رو بعد از برنامه آقای حسن ارشاد برای شما پخش میکنم. تا دوشنبه هم 7 دفعه 8 دفعه پخش میشه، روزی 1 یا 2 بار. با دقت گوش کنه. اولا اون دوستی که با ایشون مصاحبه میکنه، این خانم سالها پیش با من تماس گرفت، ما هر چی بلد بودیم به ایشون گفتیم که بلکه را بیفته، بعد دیدیم نه آقا این اصلا اهل کار کردن نیست و تو دنیای خودشه. بمانه مصاحبه که میکنه از من بدتر، وقتی که یه نفر گیرش میاد میخواد تو همون 10 دقیقه به طرف ثابت کنه که چند تا کتاب خونده، چقدر لغات قلمبه سلمبه بلده، و سوالاش طولانی تر از جوابی هست که طرف میده. این بمانه آقای سهراب چمنارا، شما برنامه‌ای که خودت تنها درست میکردی خیلی بهتر از برنامه بود که با من بودی، خیلی بهتر از برنامه بودی که با اون آقا، اون آقا که برات گفتم، گفتی آقا این امکانات نداره. یه آقای از من چاقتر اینجوری نشسته بود با آقای سهراب چمنارا مصاحبه میکرد و گفتم آقای چمنارا به این بگو آقا الان دکمت رو ببند یه کمی صاف بشین، بعد گفت نه اینا امکانات ندارن. گفتم آقا اگه کسی امکانات نداشته باشه، اینقدر خورده باشه، چاق شده باشه، این خیلی دنیای عجیب غریبی، چه امکانات نداره؟ مگه من گفتم پشتک بزنه که میگه امکانات نداره؟ میگم آقا صاف بشین، حالا که این مهمونت اومده آقای چمنارا، بنده خدا از من بزرگتره. بله آقای ناصر پولی میگه آقا زود ناراحت نشو، شما از هیچی داستان میسازی. بذار برات یه چی بگم آقای ناصر پولی،
من 3 کلاس رفتم، کلاس کارگردانی، کلاس گویندگی، کلاس کامپیوتر برای سی جی، اون زیرا که می‌نویسن که خودم هم هیچ کنش نمی‌نویسم. به شما یاد میدن اگه مهمونت نیومد، مثل موقعی که به معلم یاد میدن اگه معلم اون رشته نیستی، مدیر میاد میگه سربی ما این آقای دکتر نجابت نمیدونم مال قانون کار نیومده و میخوایم تو بری سر کلاس اون. من رشتم برقه، وقتی میرم اونجا من که نمیگم من بلد نیستم، من میام به بچه ها میگم که خب دوستان امروز آقای دکتر نجابت نتونسته بیاد، بگید ببینیم که شما دوست دارید مثلا کلاس چی گفته بشه. از هیچی برنامه میسازیم. اون وقتا میگفتن طرف از میخ دیوال کتاب مینویسه، یعنی میگه میخ نمیدونم. بعد شما مشکلت با من چیه؟ یا به قول تهرونی ها مشکلت با من چیه؟ اصلا مشکلی داری؟ اگه مشکلی داری من اینجا مشکلی هیچ کرد تا الان نتونستم حل کنم. یه دلیلی که خودم اینجا هستم اینه که شماها مشکل منو حل کنید. بزرگترین مشکلی هم که تلویزیون مردم داره حمایته. حالا شما که سنگ توالت درست میکنی، تو رو به هر کی دوست داری چند تا سنگ توالت رو بذار برای تلویزیون مردم و اینا رو وقتی فروختی پولش رو بفروش برای تلویزیون مردم. علی ترابی که گفت آقا من بیام آمریکا اصلا تو تلویزیون تو 23 ساعت کار میکنم، نکرد. گفت آقا آدرس بفرست میخوام کمک کنم، نکرد. خب آقا جیزس هم اگه اینجوری بدقولی میکرد تو فکر کردی یارانش بهش اعتماد میکردن؟ برگردیم سراغ آقای سهراب چمنارا که بعدم آقای سهراب چمنارا گله میکنه میگه آقا تو گفتی اون آقای خانم گوینده کارشو درست نمیدونه، تو ما رو هی ول میکنی برمیگردی. آقای سهراب چمنارا من از طریق انتقاد باهاش آشنا شدم، خانوادهشو میشناختم ولی اصلا نمیدونستم که اون سهراب چمنارا با این آقای چمنارا، با اون پدرش تیمسار چمنارا، با خانم سودابه چمنارا فامیله. خیلی فامیلا هست، مشترکن ولی با هم اصلا فامیل نیستن. وقتی یک کتابی نوشته بود اینها و به شاهنامه گفته بود کتاب مقدس، گفتم آقا مقدس نکنید چیزا رو، چون تا مقدسش میکنی با بذاریش بالای تاقچه خاک بخوره، بچه دست نزنه، بچه ممکن بندازتش زمین، بی احترامی میشه. این بچه بزرگ باید دست نماز بگیره اینو نمیدونم دست بزنه. کتابای مقدس معمولا کتابای کسی نمیخونه. نمونهش شما هتل که میری کشو باز کن یک کتاب مقدس اونجاست، صفحاتشو باز کن ببین کسی ورق زده، نو نو مقدس مقدس مونده اونجا. به سهراب چمنارا، آقای سهراب چمنارا پیشنهاد کردم شما برنامه خودتو بساز، برنامه قشنگی هم ساخت. آقا ایراد نگیر از آقای صدرالاشرافی، ایراد نگیر از این، ایراد نگیر از اون، شما یک کتابی داری، این کتابو بیا بگو آقا من این کتابو دارم، ناشرش مؤلفش من هستم اینها، و این از صفحه یک اینجوریه، چپتر یک فصل یک این برو به مردم بگو اگر خوندین، اگه میخواین بخونید که مجانی هم به همه میده کتابو، با من تماس بگیرید. شما اولی که میای میگی این صدرالاشرافی وطن فروش که تجزیه طلبه، آقا نیست، من آقای صدرالاشرافی رو میشناسم، باهاش گفتگو کردم، ویدیوهاشو دیدم، نیست آقا این است. بعد دیروز شما میای، شما نبود یکی دیگه بود، آقای کیانزاد و اینها، یه چیزی میفرستین از ایران پان ایرانیست، از حزب پان ایرانیست، دوباره همون چیزی که اون دوستمون گفت از چیه حزب، اینقدر حزب داریم که دیگه من نمیدونم نوشتم، ولی این کاغذ من مثل دعا هست دیگه چیزی نمیشه پیدا کن. این دعا نویسا دیده بودی از بس همین بشتن دور میزدن خودشون هم نمیفهمیدن چی نوشته. حزب چی گفت دوستمون این آقای رضا زرابی؟ خلاصه از این حزبا تا دلتون بخواد داریم، ولی حزب اتحاد، حزب اتحاد، حزب اتحاد با کی؟ شما میگی جمهوری خواه با سلطنت طلب بیاد یه جا اتحاد متحد بشه؟ یه بار اتحاد کردن پدر خودشون در آوردن، کی دیگه میتونه قدرت خمینی رو داشته باشه اینا رو متحد کنه؟ بعد تازه شما میگی خمینی کارتر پولش داده، آقای فخرآور میاد میگه این روسیه پول داده به اینا، اینا رو فرستاده دانشگاه، اینا رو چیز کرده و اینها. بمان در صورت حزب پان ایرانیست، یه دکتر کیانزادی هست، آدم خوبی هم هست، اینا همه آدم های خوبی هستن، میاد میشینه بنده خدا کامپیوتر روشن میکنه، خب سنش هم از من زیادتره، میاد اینجوری نزدیک نورم میفته تو عینکش، اونم مثل من 40 دلار نداده، یه
شیشه بگیره که نور رفلکت نشه یا منعکس نشه، اینجوری مصاحبه میکنه. ما میخوایم ایران آزاد کنیم. بله 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 بله، میخوایم با دکتر آبار و آقای چمنارا و اینها بریم ایران آزاد کنیم. این جلسه نشست پلتاک داریم، میگم آقا این همه نشست گذاشتید، نشست هممون باز شد. بعد گفتم ببخشید منظورم این نیست که نشست باز شدیم، منظورم اینه که هممون باز نشست شدیم. عزیز من آخه شما 40 سال، حالا 20 سال این کامپیوتر و 15 سال این سوشال مدیا اومده، هی دارید یه چیزی رو میگید، هفته تا هفته جمع میشید دور هم دیگه راجع به ایران رو چجوری آزاد کنید. برنامه‌تون چیه؟ آقای چمنارا خودش راحت کرده، میگه سال 2020 آزاد میشه. تنبله بود گفت خودش خوش میشه میفته، سال 2020 آزاد میشه. این از تکلیفش هم معلومه. حالا آقای چمنارا اگه خواست دوشنبه مهمان ما باشه تا ساعت یا 2:30 یا اینکه 3 که برنامه عقل بشر رو میذاریم و برنامه این هفته هم یکم طولانی تره، بعد از برنامه عقل بشر میایم سراغ عقل من و شما، ببینیم عقلمون عقل بشر هست یا نیست. خب با آقای سهراب چمنارا صحبت میکنیم. آقای سهراب چمنارا، من بهش میگم آقا شما تو همین ایمیلی که برای من دیروز فرستادی، من میگم آقا این حزب پانیرانیست، بله اون آقا رو ما میشناسیم، فریاد زد راجع به بحرین، گفت معروف شد فلان شد، چه شد؟ هیچ، بحرین رو دادن رفت. بعدم با افتخار نخست وزیر گفت که آقا بحرین دختر ما بود، خب موقع شوهرش شد، شوهر داد. آقا ننت رو میخواستی شوهر بدی، چرا دختر ملت رو شوهر دادی؟ البته کسی بود که خودش هم زن نگرفته بود، آقای هویدا. خب ببینیم که این چی میگه. چرا شغل مردم را زیر سلام میبره؟ همه سنگ توالت. مرد حسابی، من نمیدونم شما فارسی میفهمی؟ من که گفتم سنگ توالت حتی مهمتر از رستورانه. شما بذار من پاکت کنم. نه بذار باشه که دوستان ببینن که این آقای آلیتا آتیلا آتیلا آری آر آریازاد آتیلا آریازاد، ببینید فارسیش چقدر بده. من که به عنوان افتخار حتی گفتم چند تا سنگ توالتت رو بذار برای مردم تیوی. من که گفتم اگه سنگ توالت نباشه هممون باید منفجر بشیم و ببین چه کثافتی برمیداره خیابونا. آقا خودت پاکش کن. اوکی؟ شخصی مثل ترامپ باید وسط کاخ سفید تر بزنن. آیا وجدان این درست؟ اگر خوب است که توهین کنید به مشاغل مردم. آقا شما عوضی نوشتی، ورش دار. اگه میخوای یه جوکی بنویسی بنویس بله آقای ناصر پولی کار خوبی انجام میده. من اتفاقا اون عکس فکر کردم، عکس بیده هست. ما یه مدت تو تلویزیون مردم بیده میفروختیم. آقای ناصر پولی اگه میخوای بیده بفرست اینجا، بیده آفتابهای اتوماتیک، آفتابه قرن 21 بفرست اینجا. اصلا کجا من توهین کردم به این؟ اشکالی نداره یا آشغالی نداره، من نمیدونم. ببین اگه منظورت اشکالی نداره، اینجا نوشتی آشغالی نداره. آقا خانم من نمیدونم چه اصراری داریم بنویسیم فوری. ننویسید، بذارید یه برنامه ببینید، رو کاغذ بنویسید، بعد نوشته‌هاتون رو بیارید اونجا. اب نداره. آقای سهراب چمنارا اگه میخواد صحبت کنه راجع به حزب پانیرانی، چون دیگران انقدر دروغگو هستن، ترسو هستن، بزدل هستن و بعضی‌هاشون هم زنشون مرده، زنشون طلاق گرفته، پیرمردی هستن، میان اونجا میخوان خاطرات روزهای گذشته خوب رو بگن و فلان، اینها جمع میشن دور هم جمع شدن اشکال نداره. ولی اینکه بیایید در نشست حزب پانیرانی شرکت کنید تا ایران رو آزاد کنیم، میگم آقا اصلا شما کی هستی؟ کی میشناستتون؟ این حزب تو کدوم کشور به ثبت رسیده؟ شما مثل آقا رضا پهلوی بی سواد نری تو فرانسه یه شورای را بندازی، بعد بیاد وکیلی بهت بگه اصلا این غیر قانونیه. شما نمیتونی تو این کشور وقتی اینا دارن اسلحه میفروشن و معامله میکنن با اینها، شما بیا غیر قانونی یه حزبی را بندازی که بخوای اون کشور رو کله پا کنی. یا تو اساسنامه مرامنامش این باشه، اساسنامه مرامنامه چی میگن اینها، منیفست بیارین بذارین تا میدین. دوستمون میگه میخوای براتون بخونم؟ نه آقا برای من بفرست تا من بخونمش، هفته دیگه دو هفته دیگه که مهمون من بودی زیر سوال ببرمت. شما میگی آقای رضا محمد رضا دیکتاتور نبود، ولی اگه بودم همه دیکتاتور بودن. آقا بود یا نبود گیجمون نکن، ما خودمون کارمون گیج کردن مردمه، سرکار گذاشتن مردمه. کودتای آمریکایی برای برانداختن ترامپ، خیلی جالب میشه، همچین چیز شنیده بودین شما؟ دولت سایه حتما شنیدید که میگن تو ایران هم دولت سایه است، این بدبخت
خدازده بابک زنجانی میاد جلو، هی پولش میدن از رانندگی رفسنجانی میره نمیدونم تاجیکستان هواپیما میخره، بانک میخره اینها، و فکر میکنه یک پخی شده، چون ترکی بلده، حقیقتا یک پخی شده، اونا اینو پخ کردن، ولی اون پشت اونا دولت هستن، دولت سایه میگن، اینجا شادو گاورمنت میگفتن، ولی الان چند مدتی یه چیزی به نام دیپ استیت، دیپ یعنی عمیق، گود ماشین ها یادتونه روغن میگفت دیپ استیت، اون میلهی که میزدیم که ببینیم چقدر روغن داره، دیپ استیت، برید راجع به این بخونید. یه آقایی که اولم نه اسمی نوشته بود نه چیزی، بعدن چون بین تکست و بین ایمیل هی پریدیم این ور اون ور، اسمشو نوشت که من خوشحال بودم که یه همچین کسی هست که من میگه آقای سوربی اشکال شما اینه که سی ان ان و فاکس نیوز، حالا این جالبه که فاکس نیوز هم قبول نداره، این سی ان ان و فاکس نیوز، چون اونایی که سی ان ان رو قبول دارن فاکس نیوز رو قبول نداره، اونایی که فاکس نیوز رو قبول دارن سی ان ان رو قبول ندارن، این دوتاشو قبول نداره، یه سری برنامه‌های رادیویی که اصلا طرف نه قیافه‌شو نشون میده نه کوالیتی آنچنانی دارن، و هر کدومشون یه رادیویی دارن روز دو ساعت مثل من داد میزنن و یه چند تا طرفدار دارن، اینا رو برای من فرستاده، میگم آقا من نمیتونم چیزایی رو که تو باور داری بگم، من تو چیزایی که خودم باور دارم تو گفتنش موندم، آخه انصافمون کجاست؟ شما اینو قبول داری بیا آقا بگو، بشین اینجا بگو من اسمم مایکل، فامیلیم فلانه، میکائیلم، هرچی، من اسمم میکائیل مایکل، اینا با ایرانی چی میگه، محمود، بهرام، هرچی، بیا بگو، بعد مردم نگاه میکنم اینا آقای سوربی بی خود میگه. در هر صورت میگه که یکی از نوارهایی که ایشون برای من فرستاده، بله، هیچ حزبی قرار نیست ایران را آزاد کنن، شما یکی را بفرمایید. اصلا این جمله شما غلطه، شما میگی هیچ حزبی آزاد قرار نیست، بعد من میگی یکی بفرمایید، خودت که گفتی قرار نیست، برو آقا خوش باش عزیز من، اینجوری نمیشه، مهمون برنامه من باش، 10 دقیقه با هم صحبت میکنیم، و امروز من با اون دوستمون از ایران قول دادم عصبانی نشم، هنوزم ایمیلش رو نخوندم، کودتای آمریکایی برای برانداختن ترامپ جالب میشه، بیان دربارهش صحبت کنی. این برایکسویچ رو نشونتون دادم، بیژن قیصر برنامهش دیروز بوده، ممنون از تمام کسانی که رفتن همدردی کردن، و برنامه 24 دسامبر، حالا هی نزدیکتر که میشیم آگهیاشو بیشتر میذاریم، آقای آرمین میاد خواننده و آقای اسلام شمس به عنوان خنداننده میاد خنده و رقص و اینها آهنگ، و اما با رأی دیوان عالی آمریکا فرمان مهاجرتی ترامپ به طور کامل اجرایی شد، تیم وزنه‌برداری ایران برای اولین بار با 14 مدال در مسابقات جهانی قهرمان شد. وقتی میگم برای اولین بار، یعنی از اولی که مثلا المپیک بوده یا از اولی که مسابقات جهانی بوده یا مثلا در دوره آخوندا یا توی این، یک کمی کسی میدونه این ماجرا رو لطف کنید پیام بذارید، پیام قشنگ درست. الو سلام، من حسن علی هستم، من حسن البیکر هستم، من آتاتورک هستم، درباره این میخوام صحبت کنم، قشنگ صحبت کنید، نه آقا من ناصر پوریا روانی هستم، به من زنگ بزنید. اوکی چش. خودعه تقیه نیست. آقای چمنارا تو این ویدیویی که براتون میذارم، وقتی این میگه خودعه کرد خمینی، اون خانومه که خبرنگاره میپرسه خودعه یعنی چی؟ خب جوونه نشنیده. بعد آقای سهراب چمنارا تو ترجمه که میخواد بکنه میگه خودعه یه چیزیه که توی مسلمونا، و تعریف تقیه رو برای خودعه میکنه. نه عزیز ما، خودعه این آقای ترامپ هم مسلمان هم نیست، تو تعریف مسلمان هم نیست، ایشون هم خودعه کرد، گفت من میام این کار رو انجام میدم اون کار، هر دروغی هر یه چیزی که طرف رو گول بزنن، گولش بزنن طرف رو، به اصطلاح این خودعه بوده، خودعه استفاده کردن گول طرف زده. و اما عکس پروین اعتصامی، یه شعری براتون بخونم، یتیم، پیام درخشان، آقای عزیزی که گفتید دنبال فامیل درخشان میگردید، متاسفانه یا خوشبختانه اون درخشانی که من دیدم اینا نیستن، بچه های اون آقای درخشان که من خود آقای درخشانم دیده بودم، مال اهواز و خوزستان و اینها، یکیشون محمود، یکیش مهران، یکی دیگرش هم که برگشت رفت ایران، اینا تو مریلند هستن، الان متاسفانه شماره شون ندارم، احتمالا میتونید از این اون جویا بشید پیدا کنید، پیام شما رو هم گرفتم.
و بله میخوام نامه این دوستمون رو بخونم چون از ایران هست. حالا بگذاریم که رفتیم تو قسمت ساعت سوم برنامه، ببینیم که این دوستمون چی نوشته، با هم یه صحبتی داشته باشیم. خب این پیام آقای ناصر پولی رو پخش کردم. به نظر میاد که هیچ کدوم از شما هم نمیتونید یه نفر اگه اینجوری پیام بذاره اسمش رو به اصطلاح تشخیص بدید، مگر اینکه به قول ایشون به ایشون زنگ بزنید. وقتی هم زنگ زدید من نمیدونم روتون میشه شما بگید آقا اسم شما چی بود که به من زنگ زدی. البته ممنونم که شماره تلفنش رو گذاشته و شماره تلفنش هم اعلام کرده، نگفته همونجوری که شماره تلفنم اونجا افتاده. آقا شماره تلفنایی که میفته همش میشکنه، شماره تلفنم افتاده یعنی چی؟ ممنونم. آقای ناصر پولی ممقانی، منتظر شما و علی آقای ترابی و کامران قادری هم هستیم و دوستانتون که اگه میخوان برخلافش بگین، موافقش بگید، بیان اینجا صحبت کنید. امروز همه منطقه آشوب به علت این کار دوست شما ترامپ توی خاورمیانه، به خاطر این حماقت بزرگی که ترامپ کرد و ادعاش اینه که هیچ رئیس جمهوری نتونست. من تونستم سفارت آمریکا رو از چیز حیفا کجا ببرم اورشلیم. بعد خیلی کارهایی هست که خیلی ها نمیتونن ولی آدم های احمق انجام میدن. در هر صورت این دوستمون حالا نوشته همه جا آشوب، عکسای خیلی خوبی هم فرستاده، ولی اگه اجازه بدید اینا رو دوشنبه براتون نشون بدم. و بهش گفتم هر کی کار خراب میکنه شما میگی دوست ما، هر کی کار خوب میکنه دوست شماست، ما اشتباه کردیم، گناه کردیم، گفتیم کارمون خیلی خرابه، هر کی خرابه میفسیش داخل حزب ما. در هر صورت اینم از این. و اما میگه فرهاد سرودی اول انقلاب خواند که به عربی از اول پیامبر میگفت حکمرانی با کف میماند اما با زور نمیماند. یک ویدیویی فرستادن، ویدیو دوباره درباره همون مال باختگانی هست که رفتن این ور اون ور تظاهر، حالا دیگه میخوان راه بیفتن برن خونه آقای خامنه ای. دوستان ضمن این که برای اینها ما هم متاسفیم، ولی یادتون باشه اینها افراد خامتمعی بودن یا افراد سودجوی بودن که خودشون یکی از دلایل گرونی در ایران هستن. یعنی اگر شما زنگ میزنی میگی خونه فلانی، آقا یادت فول خونه فولختن مثلا 30 میلیون الان شده 100 میلیون، برای اینه که اون احمقی که پول اینا رو گرفته 20,000 دلار گرفته، حالا با 25% سود باید سال دیگه چقدر بده؟ 25% سود 25,000 تا بده، بعد 25 اینا خودشون مقصر بود. خب زمنن من اولین بار است برای شما میرم، جریان توهین از قبل توی ذهن من بود. آقای پولکی میداند این ذهنیت از کجاست. من از کجا بدونم؟ اولا آقای پولکی یا پولیه، بعدم شما قبل از اینکه بیای برنامه امروز رو ببینی توی ذهنیت توهین بوده اومدی؟ ای بابا خوب که شما هیئت جوری نیستی. میدونی وقتی میخوای هیئت منصفه بشی از در دادگاه که میری تو بهت میگن اصلا این ماجرا رو میدونی؟ میدونی که مثلا سربی اینجا تون رفته با ماشین زده خونه طرف خراب کرده؟ اگه شما بگی میدونم بعد بهت میگن نظرت چیه، بگی فکر کنم سرب مقصره، میگن برو بیرون. یعنی تو ذهنیتت رو آماده کردی که این بدبخت سربی مقصره. دوست عزیز، تازه اگر بنده مقصر بودم درباره یه جرم دیگه، امروز یه جرم دیگه، یه دادگاه دیگه از چند روز پیش توی آمریکا یه نفر که 5 بار از اینجا اخراجش کردن، برای بار ششم برگشته اومده، بردن دادگاه و این آقا توی دادگاه تبرئه شد، با وجودی که با یه هفتیر یا با یه تفنگ دختر جوان زیبایی رو زده کشته. اگه من و شما بودیم فوری میگفتیم آقا چون ایلیگال اومده اینجا، غیرقانونی اومده، بعدم هوملس کنار خیابون، اوه بو هم میده، آقا زودتر این دادگاه رو تموم کنیم، بو میده اعدامش کنیم. اینا اشکالای ما هست، اینا رو من میگم. اون ذهنیتی هم که شما ساختی برای اینه که چون من به شما احتیاج ندارم قربون صدقه علکی نمیرم. کسی دوست داشته باشه برنامه رو حمایت کنه ممنونش هم هستم. آقا اوشنگ هست، آقای پتیک هست، آقای احمد هست. کسی دوست نداشته باشه بگه چون این قربون صدقم نرفت، گو آخ بابات چقدر شاخش دراز بود، ننت چقدر دمش قشنگ بود، میخوام که وجود نداشته باشی. چون قابلمه که
کله خر توش میجوشه. حالا دوستم میگه آقا چرا خراره کشتی، میخوام که قابلمه که برای من نجوشه، میخوام که سر خر توش باشه. بله اینم از این، بریم سراغ این. بله این ماجرای شعر فرهاد و اینها رو هم آقای اسفندیار منفردزاده توضیح داده که آقا اصلا این شعره کاری به انقلاب نداشت. خانم چیز اون شعر آقا جون فلان رو توضیح داده که اصلا این شعره کاری به آقای خمینی نداشت. یادتونه این سال 1188 یه خواننده جوانی یه شعری آماده کرده بود، همه چیز آرومه، یه دفعه انتخابات شد این آهنگم اومد بیرون، همه بهش فوش، آقا مردم دارن کشته میشن تو خوندی؟ گفت آقا من اینو یه سال پیش خوندم، ولی وقتی یه چیزی میخونی تا تولید بشه بیاد بیرون طول میکشه. کارمون خیلی خرابه. اگر عضو کارمون خیلی خرابه هستید، نشون داده که اینقدر شعور و فهم دارید که مثل ابو علی سینا بگید تا یا یکی دیگه گفته تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همین نادانم، و میدونید که آقا کارمون خرابه باید درستش کنیم، جزء حزب ما بشید، عضو حزب ما بشید و حمایتم یادتون نره. نه فقط تهران ایرانه. یا آهنگ بندری خیلی قشنگ گذاشته که متاسفانه امروز ما برنامه‌مون به جاهایی رفت که نباید می‌رفتیم. و اما بهتون گفتم پتیک خیلی مرتب و منظمه نوشته که کاکو جون سلام، یکی از برنامه‌های مورد علاقه تلویزیون من سقوط هواپیماها هست. احتمالاً منظورش اینه که خبر راجع به اونا، و الا شما که دوست نداری هواپیما ها سقوط کنه، فیلم ها رو بعد نگاه میکنی که ببینی چرا سقوط کردن اینها. نوشته تا کنون شوهای زیادی را برای چندمین بار دیده و علت سقوط ها رو تا اونجایی که کم سوادی من اجازه میدهد یادداشت کردم. سقوط ها معمولا به دو قسمت تقسیم میشدن، یا نقص فنی یا کم دانشی و کم مهارتی خلبان. حال اکنون باید خودکشی خلبانان و کمک خلبانان را هم بهش اضافه کرد. وای به حال مسافران. پرواز 990 هواپیمای مصری که در سال 1999 از نیویورک به مصر در اقیانوس سقوط و باعث کشت شدن بیش از 200 نفر گردید جز و این گونه سقوط ها بوده است. جالب است پس از تحقیقات زیاد که روی نوارها انجام شد این نکته را دریافتند که کمک خلبان برای 11 بار توکلت الله خدایا به تو پناه میبرم، I rely to God را استفاده کرده و پس از تحقیقات فراوان در هتل و مصر به این نکته دریافتند. باز هم بگیم مرگ بر آمریکا پتیک. خیلی ممنون. و اما بله آقای نمازی که یکی از فعالان اجتماعی جامعه ایرانی هستن، یک برنامه ای رو در نیویورک به اصطلاح میخوان داشته باشن. من اینجا عکسش رو بهتون نشون میدم و این رو روی فیسبوک هم گذاشتم. یلدا انجمن شعر رو، بذارید من این خاموش کنم که تصویرمون نپره از این صفحه به یه صفحه دیگه، همینجا که هستیم من براتون این رو بخونم. انجمن شعر و ادب نظامی تقدیم میکنه یک شب استثنایی و فراموش نشدنی در محفل ایرانیان نیویورک با ساز و آواز دلنشین و شاد ادی و رقص و پایکوبی. جشن شب یلدا یادگار شکوهمند نیاکان آریایی، برگزار کننده مهندس پرویز نظامی، سخنران مهمان استاد محمد علی دولت شاهی، زمان یک شنبه 17 دسامبر ساعت 5 بعد از ظهر، مکان رستوران مجلل پاتوق در نیویورک. پذیرایی شام کامل، بوفه انواع غذاهای ایرانی، پیش غذا، چای و دسر، ورودیه $35 با رزرو قبلی. To reserve your seats please call 516-208-7787. برای رزرو جا لطفاً با شماره تلفن 516-208-7787 تماس بگیرید. پاتوق located at، آدرس رو اینا رو نوشته که مهم نیست اگه کسی بخواد بره، این روزا با چیزم با به اصطلاح جی پی اس و اینها میتونه بره، با تماس با آقای نظامی میتونه آدرس رو پیدا کنه، با تماس با تلویزیون مردم میتونه پیدا کنه. و اما خوشحالم که بالاخره رسیدیم به این دوستمون ام ام که ایشون هم طبق معمول فقط اسم کوچیکش نوشته. بازم ممنونم 50% کار
درسته. اگه اسم و فامیل بنویسید دیگه 100% درسته، ولی ایشون اسمش نوشته 50% ممنونیم ما ازش. میگه که با سلام خدمت آقای سوربی گرامی، بیش از یک سال است که از کشور شما به ایران برگشتم. چقدر قشنگ بی‌تعارف میگه که آقا دیگه شما آمریکایی شدی، شما که اینجا نشستی کشور آمریکا کشورته. اینایی که اینجا نشستن دروغ میگن، میگن جانم فدای ایران، حاضر نیستن یک دلار به یک کرمانشاهی بدبخت کمک کنن، اینا پوفیوزن، بی خود میگن. شما بارها گفتی آقا اگه یه روزی به من بگن این پاسپورت ایرانی این پاسپورت آمریکایی، نمیتونی دوتاشو داشته باشی، کدومشو نگه میداری؟ پاسپورت ایرانی رو میذاریم و پاسپورت آمریکایی رو میذارید تو جیب بغلید. از خودتون بپرسید آلمانی هستید؟ پاسپورت آلمانی رو نگه میداری یا پاسپورت ایرانی؟ دروغ نگید. ممنونم. بیش از یک سال است که از کشور شما به ایران برگشتم، ولی به علت گرفتاری های شخصی و نیز فیلتر بودن سایت شما امکان مشاهده برنامه هایتان نداشتیم. عجب احمقای هستن این آخوندا، تلویزیون مامور خودشون هم فیلتر میکنن. برید بنویسید تلویزیون ضد انقلاب مردم تیوی، ببینید چند بار تا حالا این آخوندا ما رو هی نوشتن تلویزیون ضد انقلاب. میگم آخه پوفیوزا انقلاب 40 سال پیش تموم شده دیگه، چه ضد انقلابی؟ بعد ما بعد از انقلاب 5 سال اونجا موندیم، دیدیم شما کسافت ها به قولایی که دادید عمل نکردید، به قول آقای چیز خدعه کردید آقای چمنارا. در هر صورت بله، ولی به علت گرفتاری ها. آقا خیلی ممنون، شما به من ثابت کردید که حرف من درسته. بارها گفتم اگر کسی کار داشته باشه، من نمیدونم چرا وقتی کار داریم میگیم گرفتاری، خب راست میگه دیگه، گرفتار این کار بودیم، نمیاد تلویزیون نگاه کنه. تلویزیون رو وقتی میاد نگاه کنه که هیچ کار مهمی نداشته باشه، حتی هیچ کار غیر مهمی هم نداشته باشه. پس نگید آقا ما اومدیم وقتمون رو تلف کردیم تلویزیون نگاه کردیم، حالا بیا یه لیسانس هم بهت بدم. این آقا به علت اینکه 12 ساعت در روز تلویزیون نگاه میکنه به دریافت لیسانس بینندگان نااعلام. خوشبختانه امروز مجددا توانستم با نصب فیلتر شکن برنامه تان را ببینم، البته به علت اختلاف ساعت از طریق یوتیوب. بسیار ممنون. چقدر قشنگ توضیح داده، گفته تو ایران افتضاح اینترنت، باید فیلتر شکن بخریم، بعدم گفته به علت این از یوتیوب میبینم شما رو. این همون چیزی که من به شما میگم، به دوستمون منوچهر میگم آقا ما رو از کجا دیدی، کجا آقای انصاری رو نتونستی پیدا کنی. حالا فکر کنم برای شما لینک برنامه آقای انصاری رو فرستادم، ولی به من بگو که هنوز همون ایمیل رو داری یا نه، چون یه مدت کامپیوترت خراب بود و ایمیل رو به اصطلاح، ولی اگه کامپیوترت خرابه چجوری میخوای برنامه آقای انصاری رو نگاه کنی؟ ناگفته نماند، این روزا چیزای اومده، تلویزیونای اومده که چون اسمارت هستن یوتیوب و روکو و اینا رو میتونید روش داشته باشید، احتیاج به کامپیوتر هم نیست، نگاه میکنید. دیگه نمیدونم، به همون باز برمیگردیم به حرف اول، اینقدر وسیله ارتباطی زیاد شده که ما از هم دور و دیگه بلدم نیستیم با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم. اما قرض از مزاحمت، اینم نگید دوستان، شما مزاحم من اگه هستی چرا مزاحم میشی؟ آقا ببخشید دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. خب یعنی اون وقت حالا مزاحم من بودی؟ حالا بیشتر از این وقتتو نمیگیرم، این درسته. اوکی. اما قرض از مزاحمت این که من چون متاسفانه و یا خوشبختانه عضو فیسبوک نیستم و علاقه هم به عضویت در آنجا را ندارم، لذا مجبورم با ایمیل مزاحمتان بشوم. توی یه جمله دو بار شما گفتی مزاحم. این جانب بعد از چند سال که مرتبا برنامه شما را دنبال کردم، مواردی را میخواهم خدمتتان عرض کنم و امیدوارم جسارت بنده را حمل بر نمک نشناسی، ناسپاسی و احیانا بیادبی نفرمایید. من اول به نمک خور و نمک نشناس اینا هیچ باور ندارم. ضمناً ممنونم از کسانی که مثل شما ایرادای منو اینجوری قشنگ زیر ذره‌بین به من گفتن. برگردید اول برنامه ببینید که من به خاطر ایمیل شما امروز سعی کردم آدم خوبی باشم، مجری مؤدبی باشم. مرسی مرسی، ممنون. این ایرانیش نبوده، این ببخشید گودلاک خارجی. بله، قبل از هر چیز میخواهم این نکته را خدمتتان عرض کنم که بنده این واقعیت را کاملا قبول دارم که شما در نحوه اداره و ارائه برنامه‌های تلویزیون خود کاملا مختار و آزاد هستید. اجازه بدید من یه بار دیگه اینو برای دوستانی که این رو نمیفهمند بخونم. مواردی را
این نکته را خدمتتان عرض کنم که بنده این واقعیت را کاملا قبول دارم که شما در نحوه اداره و ارائه برنامه‌های تلویزیون خود کاملا مختار و آزاد هستید. مرسی. شما که همه زحمات این تلویزیون را یک تنه تحمل می‌کنید، وقت خود را تماما فدای آن می‌کنید، تمام بودجه و هزینه‌های آن را متقبل می‌شوید، بنابراین حق دارید هر گونه که مایلید وقت برنامه‌تان را پر کنید و همان گونه که بارها اعلام کرده اید، من بیننده هم اگر روش شما را نمیپسندم و یا موافق آن نیستم میتوانم بروم و کانال دیگری را تماشا کنم. خدا به درد بیامرزه، من همین قسمت رو میبرم میارم میذارم برای شما جواب میفرستم. چون شما سوال کردی آقا شما حاضری بشینی برنامه خودت رو با همسرت و بچه هات نگاه کنی؟ از خودتون بپرسید، تا حالا الانی که دیگه 2000 تا کانال تلویزیونی داریم، 800 تا کانال ایرانی داریم، کدام فیلمی رو شما نشستی با پسرت و دخترت و عروست و دامادت و خانمت نگاه کنی؟ خانمت یه فیلم دوست داره، شما یه فیلم دوست داری، اون یه ساعت نگاه میکنه، شما یه ساعت نگاه میکنی، بعض وقتا اون داره یه چیز نگاه میکنه، شما میای تو اتاقت نگاه میکنی. شما برای من بنویس چه فیلمی رو شما با خانواده‌ات نشستی نگاه کردی؟ مراد برقی، از مراد برقی دیگه مراد برقی تری داریم؟ از صمد آقا صمد آقا تری داشتیم؟ همون رو اگه با خانواده‌تون نگاه میکردید، با بچه‌هاتون نگاه میکردید، صد تا متلک و جوک میگفت که این جوکه یا مال وسط تنه بود یا مال پایین تنه بود و شما سرخ میشدید. دوست عزیز چرا یادتون میره؟ ولی شما قشنگ گفتی، شما هستی که تشخیص میدی این برنامه با دخترت و پسرت بیای نگاه کنی یا با همسرت تنها بیای نگاه کنی یا همسرت هم نباشه با دوستت که مرده نگاه کنی و دوتاتون بخندید. معمولا برنامه من حسنش اینه که همسرها نگاه میکنن و خانما بیشتر دوست دارن برنامه منو تا آقایون، چون یقه آقایون هم میگیرن. ولی مرسی مهداد عزیز، بریم. بله تلویزیون یک تنه و فلان اینا تماشا کنم. از طرف دیگر من بیننده و علاقمند برنامه شما ممکن است نقطه نظراتی داشته باشن که شاید به دردتان بخورد. مگه من آقا دردی دارم؟ مگه من مریضم؟ اگه مریضم و دردی دارم میرم دکتر. بعدم اگه شما واقعا درست میگی، شمایی که چند سال اینجا بودی، چند سال بیننده برنامه من هستی، چند بار من شکایت کردم گفتم آخ جیبم درد میکنه؟ چند بار شما کی اومدی درد منو درمان کنی؟ پس این یه تعارفه. تعارف چیه؟ یه دروغه. آقا من دردی ندارم که شما بخوای درد منو درمان کنی، ولی داری به این عنوان میگی. حالا بذار من بگم اشکالات چیه، و با گفتن اشکالات شما میخوای منو عوض کنی. مثلا از من همایون شهرام همایون بسازی، مثلا از من فرامرز فروزنده بسازی، مثلا از من مراد برقی آقای پرویز کاردان بسازی. آقا من نیستم، من سوربی هستم. شما اونو نگاه کن، دوست نداری منو نگاه نکن. من نمیدونم کجای دنیا یه نفر میاد به آقای بیل اورایلی زنگ بزنه، آقای بیل اورایلی چرا نمیشه مثل ولف، نمیدونم چی مرد که اسمش اون بیل اورایلیه، اون یکی ولف فلانه، ولف اسمش گرگه. خب از طرف دیگر من بیننده و علاقمند برنامه شما ممکن است نقطه نظراتی داشته باشم. بله حتما امکان نقطه نظر داشتن هست، ولی این که من از شما میخوام نقطه نظراتتون بگین تا من شهین بشم، نخه. اون برای آهنگای درخواستیه که نگاه میکنه میگه که بیننده ها و شنوندگان به ما زنگ بزنن بگن چه آهنگایی میخواین، جاز میخواین، کلاسیک میخواین، هارد راک میخواین، سافت راک میخواین، موزیک نمیدونم رپ میخواین، فلان میخواین. اون بر اساس این میره تبلیغ میگیره. برنامه مایی که اینجا میاد کاغذامون رو آوردیم، هر روزم یکی دیگه اضافه میشه رو قبلی، هیچ وقتم تموم نمیشه. خداییش من به نظرات شما کاری دارم؟ چه نظر مفیدی شما میتونی به من بدی؟ چه نظر مفیدی؟ جز این که میخوای شما منو عوض کنی با یه شخص دیگه‌ای که برنامه هاشو به همراه همسرت و بچه ها نگاه میکنی. حالا یه سوالی دیگه دارم، اگه شما برنامه آقای میبودی رو همراه همسرت و بچه هات نگاه میکنی، اگه سوربی اومد درست کپی آقای میبودی رو خواست بزنه، شما سوربی رو نگاه میکنی یا میبودی؟ خب وقتی من اومدم مثل اون ادا در بردم، مثل اون شعر گفتم، مثل اون حرف زدم، شما میگی نگاه کن این مردی که پدر سخته، این میخواد ادای میبودی رو در بیاره.
آقا تو کی میشی میبودی؟ میبودی میبودیه، سوربی سوربیه، اینو قبول کنید. شما هستی که ریموت کنترل دسته، شما هستی که این ماوس دستته. عزیز من، این کجای دنیا یکی به یکی میگه آقا برو برنامه تو اینجوری کن؟ بله یه روزی میاد، اما بهت میگم چه موزیکایی دوست داری؟ شما میگی موزیک سوسن، اون میگه موزیک آقاسی، و ما نگاه میکنیم میگیم 23 نفر گفتن آقاسی، یه نفر گفته سوسن. آقا اونی که سوسن میخواد برو از رادیو خودت گوش بده. دوست عزیز، هر چی میتونی ترانه آقاسی بزن. کجای کارین شما؟ بعد تازه شما میای آمریکا، میری ایران، اینجوری میگی؟ مرداد خان اب نداره. خب ولی خیلی حرفای درست هم زده ها، خدایی شالا یه کمی عادل باشه. در کمال احترام بدن داد و بعد این شما هستی که تصمیم میگی آیا این نظرات صحیح هست یا خیر. من بیننده اگر حتی در یه مورد یک کوچک بتوانم نظر سازنده اراده هم، خوشحال خواهم شد که وظیفه هم را در قبال کانال مورد علاقه هم انجام دادم. شما دوست عزیز وظیفه ای نداری، شما اشتباه میکنی، هنوز نمیدونی که بیننده به تلویزیون وظیفه نداره. وظیفه تلویزیون آلمانی بود که من اونجا وظیفه داشتم 60 مارک در ماه بدم تا تلویزیون ببینم. من به عنوان بیننده وظیفه‌م این بود. اینجا بیننده میتونه خدمت کنه به مجری، به تلویزیون، با نوشتن یه نامه، با تشویق، با ایرادا رو گفتن. ولی باز شما خوب گفتی، ما هنوز تفاوت خدمت با وظیفه رو نمیدونیم. هنوز نمیدونیم کی داریم خدمت میکنیم به جامعه، کی داریم وظیفه‌مون رو انجام میدیم. به خاطر همینه که گوزپیچ شدیم. ای قرار بود حرفای بد نزنم، مگه گوز بده؟ اگه گوز نباشه که میمیریم، این باد خفمون میکنه که. خب به نظر بنده کم نیستن کسانی که از خدا میخواهند برنامه های شما موفق نباشن، باشن تا جونشون در بره، ولی هست، زیاد هست. و طبیعی است که این عده از هر طریقی بتوانن ضربه خود را وارد کنن. He has a point. یه نکته رو داره میگه درسته. باز اول برنامه‌ام گفتم این قسمت رو قبول دارم به خاطر همین. دلیلش هم بهتون میگم. یه سالی من رفتم کالیفرنیا. یه دوستی وقتی نشستیم با هم مشروب خوردیم و کله‌ها گرم شد و اونا هم یه چند تا سیگار بنگ و منگ و اینا کشیدن، مثل که تو کانادا آزاده. بعد گفت آقا سلیمان یه چیزی هم باید بگم، ما چون تو دیدیم آدم عصبانی هستی، گاهی وقتا دوستامون که میمدن میگفتم بزن علی یه زنگ بزنم، یه زنگ میزدم ادای یکی دیگر در میبردم، تا هم که یا علی مدد یک باروت سرب و منفجر رو نمیدونم فشنگ و اینا منتظر یک تریک منفجر میشدی. شما درست میگی، این پاراگراف رو شما درست گفتی که هستن کسانی که میخوان برنامه ما قطع بشه، میخوان ما ناراحت بشیم، یه چیزی بگیم، یه نفر سومون کنه، یکی از اون ناراحت بشه، حمایت نکنه. اینو شما درست میگی، ممنونم، چشم. سعی میکنم رعایت کنم و فکر کنم اگر این قسمت رو رعایت کنم، اون قسمتی که شما اشکال داری که با زن و بچه هات نمیتونی بیای نگاه کنی میام. ولی یه چیز بهتون بگم، دو هفته پیش یه نفر زنگ زد میگه آقا صدای تلویزیون شما بالا و پایین میره، بچه من که خوابه بیدار گریه میکنه. یادم میاد اولایی که ما رفتیم تلویزیون اینا، طرف میگه آقا ما یه ساتلایت خریدیم، یه ساتلایت، میگفتم آقا یه ماهواره خریدیم، میگفت آقا شما ماهواره نخریدی، شما ساتلایت نخریدی، شما یه دیش خریدی، یه بشقاب بزرگ خریدی، یه سینی خریدی، گذاشتیم برای مادر و پدرمون، بعد چیه شما همش خبرهای بد میدین؟ یه خبر خوب بگو. گفتیم آقا شما از فردا یه تلویزیون استخدام کن، هر چی خبرهای خوب دوست داری بده به اون، برای مادرت بخونه. ولی یه سوالی میکنم، اگه خیلی خبرهای خوب گفت، اون وقت مادرت به تو نمیگه پدر سگ چرا منو آوردی آمریکا، من میخوام برم ایران؟ اون وقت چه کار میکنی؟ یه عده دیگه هم میگفتن آقا ما بچه‌هامون رو گذاشتیم اینجا فارسی یاد بگیریم. گفتم آقا مگه اینجا کودکستانه که گذاشتی فارسی یاد بگیری؟ این کلاس خانم چیز مرد بیچاره، شهین دهیمی بود که بود، گذاشت برو اونجا بذار بچه‌ت فارسی یاد بگیره. بعدم تو فارسی که یاد میگیری بالاخره باید حرفای خیابون و جامعه بزرگتر هم یاد بگیری که، و الا ا الف ا اینجوری که نیست که همش میای تو خیابون دوتا هم فوش باید یاد بگیری. ببینیم چی گذشته. ضمناً گوزمونه واسه میشه و خیلی آتیلا این سررشتت خیلی خوبه، میگه آقای سوربی گوز بمونه استخون میشه خیلی بد. سلام آقای سوربی، من ماندا از آلمان هستم، چرا من با دیدن برنامه تلویزیون شما مشکل پیدا کردم؟ برای که عزیز من یا اینترنت مال همسایه از کش رفتی، یا اینترنتت مال خودته،
خیلی کثیف شده، خاموش روشنش نکردی، یا اینکه 100 تا چی به یه اینترنت فکستنی آویزون کردی، تلویزیونت به اینترنت، تلفنت به اینترنت، آیپدت به اینترنت، اسباب بازی بچت به اینترنت. دوستان اگه برای بچه‌هاتون ایام کریسمس وسایل می‌خرید، این روزا وسایلی که با اینترنت وصل شده میگه تمام چیزای خصوصی بچه‌تون رو تو اتاق خواب و فلان اینا نشون میده. خیلی مواظب باشید. در هر صورت نمیدونم دوستان عزیز، تشکر میکنم از سعید. سعید گفت که وقتی که از کروم استفاده میکنیم، فیسبوک تماشا میکنیم، قطع وصل میشه، صدا اشکال داره. اینا چیزایی که شما باید ببینید چیه، و الا اگر برنامه من اشکال داشت این همه دوست و مخالف و دشمن مینشستن نگاه کنن. همین که میبینید دوستان دیگه اونجا هستن داره نظر میده، همین که ما اینجا این ور آمریکا میگیم گوز، اون ور روسیه طرف مینیسه استخون میشه، نشون میده که ما وصلیم. شما اشکال داری، اشکال خودتون رفع کنید. هفته یه بار یک شنبه ها به جایی که بری کلیسا، یا موقعی که میخوای بری کلیسا، راوتر و مودم و کامپیوترتو خاموش کن، وقتی هم برگشتی روشن کن. اگر کامپیوترتون نزدیک راوتر و اینا هست، از این چیزای قدیمیه هنوز وایر داره، از این وایرای بهش میگن اینترنت، از اونها استفاده کنید برای کامپیوتر اصلیتون. وایرلس خب دیگه آیپد و اینا اصلا جای اینترنت نداره، همشون کارت وایرلس دارن، ولی نمیدونم. خب بله، قطع بشه و اینها شما عصبانی میگی شما حتما قبول دارید بارها هم اتفاق و سوء استفاده از عصبانیت شماست. آنها سعی میکنن با توهین و یا مطرح کردن مسائل حساس شما را عصبانی کنن، و وقتی شما عصبانی میشوید اکثرا کنترل خود را از دست میدهید و لغات و عباراتی به کار میبرید که در شهر شما و برنامه شما نیست. بی پرده بگویم، اگرچه به کار بردن خیلی از کلمات و لغات شاید صحیح باشد، ولی صلاح نیست. مرسی. همان مورد مشهور بفرما بنشین و بتمن. جناب سوربی عزیز، میخوام یک سوال شاید تا حدی خصوصی از خود شما بپرسم. آیا شما حاضرید در حضور دختر و یا پسر جوان خود و حتی در حضور خانمتان بعضی از برنامه هایتان را ببینید؟ نه، من اصلا دروغ میگم، 1,000,000 بدی نگاه میکنم، حاضر نیستم برنامه خودم رو ببینم. میدونی برای چی؟ برای که کلی وقت گذاشتم درستش کردم، حالا یه بارم بشینم نگاش کنم. من حاضر نیستم برنامه خودم ببینم. این سوال شما سوال چیه؟ معفارقه. خب شما از دوستانتون سوال کنید، بگو که آقا مثلا حسن آقا، شما برنامه های سوربی رو که میبینی، خانومت هم اونجاست، دخترت هم اونجاست، اینها. بعد اون حسن آقا میگی نه آقا خلی، وقتی برنامه سوربی هست با خودت تنها باشی تا بخندی، اگه و خدای نکرده از خنده هم جیش کردی تو خودت، کسی نبینی شما جیش کردی تو خودت. والا من نمیدونم. حالا دیگه برنامه های تلویزیون ایرانی هم با بنویسیم از 13 سال به بالا فقط خانم ها، فقط آقایون، از 18 سال به پایین تر، از 90 سال نمیدونم به اون ورتر، یا از تهرونی ها گوش ندن، فقط شهرستانی ها گوش بدن. نه عزیزم، شما هستی که تصمیم میگیری گوش بدی یا نه. جناب از بله نمیخوام، نه من نگاه نمیکنم. و به هر حال ما در جامعه ایرانی هنوز باورهایی داریم که شاید در آن طرف آبها مدت هاست که رنگ باختن. خدا پدرت بیامرزه. اینجا میدونی ما رو مسخره میکنن، میگن ما از ایران در رفتیم که مثل ایران زندگی نکنیم، بعد اومدیم اینجا دنبال نون بربری، خودمان دنبال نون بربری و نون سنگک تو سر خودمون میزنیم، میخوایم اینجا رو حتی کوچه هاش هم بکنیم ایران. عزیزم خودت که داری میگی این ور آبها دیگه این چیزایی که شما میگی رنگ باخته. حالا شما میخوای بیا قلم بگیری دست ما رو رنگ کنی، حالا تازه میخوای ما رو رنگ کنی به جای کی بفروشی؟ با این موهای نمیدونم خاکستری و اینها به جای قورباغه، وقتا میگفتن قورباغه رو رنگ میکنه به جای فولکس واگن، حالا ما رو اگر رنگ کنی میخوای به جی هیچ، با رنگ و بی رنگ هیچی نمیشه. نه عزیزم فایده نداره. این چیزایی که شما میگی این جسارت بنده را خواهید بخشید، ولی بنده جدا ایمان دارم اگر بتوانید اندکی عصبانیت خدا در بعضی مواقع کنترل بفرمایید، از جاده عفاف خارج نشه، ای دست شما درد نکنه. حالا دیگه ما بی عفت شدیم، کی ما چیزی گفتیم تو برنامه؟ گفتم تو سالها پیش یه نفر زنگ زد، آقای سوری من شما رو میشناسم، داداشات میشناسم، من با اونها هم کلاس بودم و شما امروز یه چیزی گفتی که من جلو خانواده‌ام خجالت کشیدم. گفتم خدای نکرده چی گفتم؟ شاید یه چیز عوضی گفتم، شاید نون مصنوعی گیگی مثل ترامپ به جای یونایتد استیت گفتم یونایتد شیت. چی گفتم؟ گفت آقا شما گفتید احمق. گفتم اه شما احمق نمیدونی یعنی چی نمیگی؟ گفت چرا میگم. گفتم خب پس کی اونجا بوده؟ گفت پسرم بوده. پسر چند سالشه؟ 16 سال. ایشون احمق نمیدونه هنوز یعنی چی؟ اگه نمیدونه بهش بگو احمق. و شما یادش ندادی. بعد اگه میدونه که خب لابد بهش گفتی، من که بهش نگفتم، یا با بزرگش بهش گفته یا با بزرگ.
بابا ول کنید تو رو خدا، اینا قرن 21 این آخونده ها ببین نشسته تو تلویزیون های ایران نقل چجوری با زنتون عشق بازی کنید، چجوری تو ماشین اگه هوستون گرفت چیز کنید، چگونه رو شطور، چگونه تو پراید. اون وقت شما میگید اون بر آبها رنگ باختن. خب آقا کانالای این بر آب نگاه کن، شما که الان رفتی تو ایران چرا داری کانالای این بر آب نگاه میکنی؟ یه چیزی میشه ها مردا. اوکی، امیدوارم جسارت بنده و فلانیاتن نه تنها دوستدارانتان را شاد خواهید کرد بلکه دشمنانتان را ناامید خواهید کرد. این قسمت درست میگه. چشم، برنامه امروز نگاه کن، نمره بده، از 100 بده حداقل 20 بگیریم دیگه، نه 18 بگیریم. با تشکر مجدد از وقت و حوصله‌تان برای خواندن ایمیل بنده و با آرزوی موفقیت‌های بیشتر، بیننده شما مرداد ممنونم. پی اس، در مورد برنامه امروزتان مایلم جسارتاً تا این چند مورد را به اطلاع برسانم. خیلی ممنون. در مورد محل تحصیل یه نفر نوشته بود تهران شمال. گفتم یعنی چی تهران شمال؟ اون یکی که جنوب درس خونه بگید تهران جنوب درس خوندم. این گفت نه، در سالهای بعد از انقلاب که دانشگاه آزاد اسلامی شعبات خود را در شهر تهران گسترش داد، هر واحد یا مجتمع خود را به نوعی نامگذاری کرد. در شهر تهران 5 واحد اصلی قرار دارن که عبارتند از واحد تهران شمال، واحد تهران جنوب، واحد تهران شرق، واحد تهران غرب و واحد تهران مرکزی. خیلی ممنون. تو واشنگتن هم میدونی 4 تا قسمته: نورت وست، نورت ایست، ساوت وست، ساوت ایست. و تو شیراز که ما بودیم، اول که همه آموزش پرورش یکی بود، بعد شد 2 تا، شد یادم رفته الان نمیدونم چی 1 و 2، بعد شد 4 تا که اتفاق پسر عموی من یکی از رئیسای اونجا بود و منم اگه مونده بودم احتمالا اونجا یه پخی میشدم، ولی ترجیح دادیم پخ نباشیم، همین خودمون باشیم. جوک شنیدی که گفت آقا چی کار میکنی تو آمریکا؟ گفتیم هیچی، مثلا رانندگی میکنیم. گفت آقا هر کی رفت اونجا یه پخی شد. شما گفتیم خب ما همون آقایی که بودیم موندیم. در سالهای بعد از انقلاب اینم گفتیم. و اما اون روز من راجع به این صحبت کردم که بعض وقتا چرا این دوستان به زر سقاطه، به نمیدونم سخیف، به اون یکی دیگه سنخیت. این دوستون میگه شما گفتی زرت قاطه، این زرت قاطه نیست، به زر سقاطه، یعنی با کمال اطمینان از روی یقین. حالا خداییش از روی یقین و با اطمینان قشنگتره یا اینکه من توی برنامه بیام من به شما با زرت قاطع میگم؟ تا امروز فکر میکردم زرت قاطع. مرسی که درست کرد. یا اون یکی دیگه محدور و دم، کسی که خونش حلال است، کسی که خونش مباح است، کسی که کشتن او موجب قصاص یا فدیه نمیشود. این فدیه میگن یا یه چیز دیگه میگفتن که وقتی یکی یه نفر میکشه. خب ببینیم این دوستمون چی میگه. نظرتون درباره امید نادار؟ به تازگی در تبرئه سردار جعفری ویدیو درست کرده بود، یعنی سردار علکی زنگ نزده. ببین منم راجع به اون سرداره گفتم، این تلفنه بعد دوستان توضیح دادن. امید دانا وقتی اومد بیرون با من دشمن فوش که این رضا پهلوی خدا هست و تو کافری، من باید سرتو ببرم خونتو بریزم. ولی آدم احمقیه، اگه آدم احمقی نبود روزی که میفهمید سربی درست گفته و این رضا تنبله و این امید دانا امید نادانه، باید برای من میمونش که آقای سربی، عمو سربی، من از شما عذر میخوام. ولی اینا آدم نیستن. اولا امید دانا یه کمی میدونی که نه کاری به گیا نداری، ما گیا باشی بیاد به گیا، ولی اگه گیا باشی رفته باشی زن گرفته باشی، زنت بیاد اونجا، اون برای خودش تو برای خودت، یه کمی شما نظرتو میدونی چیه به من میگی. من چیکار اگر مثلا امید دانا آقای فلانی رو تبرئه کنه؟ ایشونو تبرئه کرده تو دادگاه کی؟ تو دادگاه شما که نشستی جلو کامپیوتر. شما می‌خواستی چیکارش کنی؟ آقای سردار جعفری رو که با تلفن استفاده کرده دروغ گفته می‌خواستی اعدام کنی؟ قربونه دارم، اینقدر اینا آدم کشتن، جنایت کردن، به خاطر اونا نمیخوای اعدامش کنی؟ به خاطر اینکه تو تلفن دروغ گفته میخوای اعدام کنی؟ ای داد بیداد، کارمون خیلی خرابه. ساعت 4:35 از 125 دقیقه، نه ببخشید 155 دقیقه با شما بودم. اگه از اول برنامه تا الان با من بودید یه باکیتون میشه. شیرازی ها وقتی یه عیبی اشکالی داری میگن، ترونی ها میگن یه چیزیت میشه، ما میگیم یه باکیت هست. و اگر 155 دقیقه نشستید دارید برنامه منو نگاه میکنید، حتما 3 سال زودتر میمیرید. بلند شید برید راه برید، برید به دوستاتون زنگ بزنید، به هر کی زنگ بزنید درست بگید برای چی زنگ زدید و الی آخر.
روز و روزگارتون خوش. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. و یک عذرخواهی بزرگ از آقای حسن ارشاد، من اصلا یادم رفت که امروز چهارشنبه نیست که جمعه است و قرار ساعت 4 برنامه حسن ارشاد پخش بشه و بعد از اون برنامه آقای چمنارا. از این دو عزیز عذر میخوام و تلویزیون مردم رو ببینید، به دیگران هم معرفی کنید. روز روزگار بر شما خوش. مرسی.